بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که در پیش دارید اوقاتی بهتر باشه. امروز جمعه هست، ساعت 2:04 و این برنامه از واشنگتن، پایتخت آمریکا، به شما تقدیم میشه. اجازه بدید من تاریخ رو هم بنویسم براتون که بدونید که چه روزی 22 بهمنه، چه روزی 13 بهمنه. امروز 13 بهمن، و اونایی که میخوان 22 بهمن انقلاب کنن حتما الان دیگه آماده شدن، و امروز 2 فوریه هم هست. فکر کنم من تو برنامه قبلی به اشتباه نوشتم 3 فوریه، و بذارید اینجا تاریخ رو به فارسی هم بنویسیم و تشکر کنیم از علی آقا که سالهای سال هست این به اصطلاح تاریخ و اینها رو برای ما مینویسه و حمایت معنوی خودش رو اینجوری برای ما انجام میده. ما هم به نوبه خودمون ازشون ممنونیم و ببینیم شما دوستان چگونه حمایت میکنید. آقای رضا زرابی به من گفت که آقا منو دعوت کن، چون دوستانی که برای شما هی پیام میفرستن که این آقا رضا نمیدونم دزد بوده، این آقا رضا قاچاقچی بوده و اینها. بعد این بنده خدا میگه من آقا خودم اومدم به مردم گفتم، و جالبه خودش هم به من حتی گفت که به اصطلاح مشکلی داشته در آمریکا و بعدم از اینجا به همون خاطر مجبور شده بره آلمان، و یک پیامی هم گذاشته. حالا اگه من بتونم اون رو هم براتون پخش میکنم. و اما ببخشید، بنده امروز بیرون بودم تمام صبح و خیلی اینجا سرده. الان تو خیابون ماشینا آمدن دارن اون به اصطلاح یه موادی رو میپاشن مثل آب نمک که آماده بشه برای برف یا یخ اگه میاد. این خانه زیبا رو که میبینید دیروز آقای ارشیا کیا که هم در کار پرموشن برنامه ها هستن، هم در کار خرید و فروش به اصطلاح منزل و املاک و اینها، اینجا بهش میگن ریل استیت. خلاصه این عکس رو که فرستاد گفتم چه جای قشنگه، من فردا میرم از تو این منزل برنامه اجرا میکنم. و این هم به اصطلاح نعمت این داشتن آدیو ویدیو میکسر و اون برنامه کروماکی و اینها هست که اونهایی که میدونن این کار خیلی ساده است. اونهایی که نمیدونن بغض و حسد میگن آقا ببین نشسته تو خونه 1,000,000 دلاری. اولا تو این منطقه هر کی یه جای زندگی میکنه خونهش از 600,000 دلار به بالاست. این براتون بگم، گدا نیستیم که تو گدا خونم زندگی نمیکنیم، سالها اینجا کار کردیم بالاخره هر کسی. ولی در رابطه با این منزل زیبا، امیدوارم که اگر مال ارشیا کیا هست ما رو دعوت کنه که ببینیم و شهادت بدیم که بله این مال ارشیا کیاست. بذارید من این کوتو در بیارم، این چراغا رو که روشن میکنیم و اینها گرم میشه. اتفاقا داداش من بعضی وقتا برام میندسه که میدونم که داری میری پای تنور، ولی این کوتم جونداره ها، حسابی گرمه. کجا بذاریمش که این دازیمش اینجا فعلا این از دوستان عزیز من چند هفته گذشته دیدید که سرما خوردم و مریض بودم، و شما دوستانم یکی پس از دیگری لطف کردید، معجونهای مختلف، داروهای مختلف و اینها. ولی مشکل ما این بود، مشکل ما به خاطر گاز به اصطلاح سیستم بخاری خونه که با گاز هست و اون دستگاه اصلی بهش آب اضافه نمی کنه و هوا خشک میشه، این مریضی دچار ما شده بود و با وجودی که آنتیبیوتیک و اینا رو دادن خوب نشد، ولی به قدرت 3 تا از اینا کم کم دارم خوب میشم. خیلی هم چیز ارزونیه. حالا این هانیول مارک خوبی هم هست، ولی این 25 دلار توی بیست بای، و دیدم که توی تارگت یکی از این بهترش به نظر من گذاشته 21 دلار، و اون حسنش اینه که شما از بالا با یک شیرازی یا به پارچ میگن تنگ آبی، شیردان یا تنگ آبی یا پارچ
آب میریزی، این هی باید بازش کنی ببری بگیری زیر آب دوباره برش گردونی و احتمالا بعد یه مدت این سوپاپ یا ولوش خراب میشه. در هر صورت میارزه اگه یه سالم برای شما 3 ماه کار کنه، 90 روز کار کنه، حالا بگو 30 دلار میشه روزی 30 سنت، روزی 25 سنت. این هم از این ماجرا. راجع به پول هست، بذارید من چون به یک جوانی قول دادم که بهش اون آگهی شو. این جوان وقتی هم که در ایران بود اگر اشتباه نکنم در گنبد کاووس بود و مشکل داشت. من ممنونم از آقای ارشاد، ممنونم از دوستان دیگه که ما بلا فاصله تا گفتیم که این جوان احتیاج داره که پاش رو جراحی کنن و تو ایرانم تا پول نذاری اصلا در باز نمی کنن که بری داخل و اینها، آقای ارشاد تماس گرفت با اون بهداری کلینیک درمونگاه در گنبد کاووس و مخارج اون زمان جراحی ایشون رو داد. حالا دیدم که آقای رحیم جعفری، بذارید من صفحه‌شو بیارم اینجا به شما نشون بدم، رحیم جعفری نوشته بود که آقای سوربی اگه میشه به دوستان بگو که به من کمک کنن و ماشاءالله اینجا رحیم جعفری هم خیلی هست. یک رحیم جعفری، رحیم جعفری شیراز ایران، رحیم جعفری گنبد کاووس، رحیم جعفری، رحیم جعفری، بذارید من از روی پیامی که برام فرستاده برای شما پیداش کنم و صفحه فیسبوکش رو نشون بدم و از شما خواهش کنم که اگر مایل هستید مستقیما به خودش کمک کنید و کاری هم به اصطلاح به من یا تلویزیون مردم نداره. اجازه بدید این رحیم جعفری، سرجری مدیکال اکسپنسز، سرجری یعنی جراحی، مدیکال اکسپنسز یعنی خرج اون چیزای به اصطلاح بیمارستان و اینها. و اینجا نوشته رحیم جعفری مدیکال اکسپنسز، بذارید من اینجا براتون نشون بدم. ولی آقای جعفری من فکر میکنم شما باید این نوشته فاند ریزز، شما باید رو صفحه خودت یه لینک بذاری که مردم بیان اونجا و از اونجا به اصطلاح به اینجایی که میتونن کمک کنن مرتبط بشن یا ارتباط برقرار کنن. من کاری که میتونم انجام بدم اینه که این صفحه رو نشون بدم و بعد اگر شما فرستادی صفحه خودت چیزی دیدم اون رو میتونم دوشنبه نشون بدم. اینجا نوشته که داستانش اینه که former prisoner of concerns who at present live in Turkey، بله میگه که این زندانی ایران بوده و بعد الان در ترکیه با به اصطلاح ویزای پناهندگی یا اقامت پناهندگی داره زندگی میکنه. اجازه بدید من همینجا تشکر کنم از آقای فرخ سپهرار و تشکر که میکنیم فوری ایرادش هم میگیم. فرخ عزیز شما که با فیسبوک هی برای اینو اون چی میفرستی باید جواب دوستان رو هم بدی. اگه سوربی برات یه چیزی نوشت، یه سوالی کرد، جوابش رو هم بدی. حالا بذار ببینیم که این آقای فرخ دیروز یا دیشب برای من پیام گذاشته چی میگه. میگه I can see you on مردم تیوی فیسبوک پیج not پارسا سوربی yet. ولی اینجا نشون میده که دوستان هستن. الان آقای رضا زرابی اینجا، شیما، نمیدونم علی پیشرو، ببو، آقای محمود قربانی، مجید افراخته. آقای قربانی چی تو شد؟ این قرار بود شما کشور ایران رو درست کنی در مکزیک، قرار بود ایشون میگه میخوام یک جایی رو به نام تهران درست کنم که دوستانی که در دنیا هستن بیان اونجا. گفتم شما اسمشو نذار تهران، اسمشو بذار ایران. ولی این آقای محمود قربانی ماشاءالله مثل پالیتیشن ها، مثل سیاست مدارا خیلی رو حرفاش نمیشه حساب کرد. یه مبلغی هم به ما بدهکاره، اگر لطف کنه اون مبلغ رو پرداخت کنه ما هم در عوض تبلیغ میکنیم. سال هاست میخواد نمیدونم دیگه، اصلا اون امریکن تالنت بود، چی بود، امریکا گات تالنت یا اون یکی آیدل، اینا همه رفتن ولی شما هنوز وایسادی رو تبلیغ میکنی. چون آقای رضا زرابی اینجاست بذارید من اون پیامی رو که یه دوستی هم از نیویورک لطف میکنه زنگ میزنه و ایشون
خیلی هم محبت داره، همیشه هم میگه من برنامه شما رو نگاه میکنم. سوال من اینه که شما که این برنامه رو نگاه میکنی چرا حمایت نمیکنی؟ اول ماه، یعنی دومین روز ماه فوریه است و خودتون رو مقید کنید. ماهی 10 دلار، 15 دلار، 20 دلار، 100 دلار، 1000 دلار، 1 میلیون تو وصیتتون اسم تلویزیون مردم رو بنویسید. لازم نیست بمیرید تا وصیت داشته باشید، همین وصیت رو زندم کردید میتونید وصیت کنید و به اصطلاح مردم تیوی رو در قسمت چیز قرار بدید. بذار من این پیام برای رضا زرابی گذاشته این دوستمون از کجا؟ از نیویورک پخش کنم، بعد پیام فرخ عزیز و برنامه رو پی میگیریم. گوشی یا من نمیدونم، شما باید گوشی رو بگیرین، گوشی رو داشته باشین. اصلا گوشی رو داشته باش یعنی چی؟ باشید با ما بشنوید این آقای بینندهی که از چیز هست، از نیویورک هست، و خوشحالم که خانم بدری همدیار هم اینجا هستن. بدری جان یه برنامه هایی درست کن، هفته 10 دقیقه، ربع ساعت، یه ویدیو بساز و بفرست برای تلویزیون مردم، ما اینجا پخش میکنیم. امیدوارم که ضرر بهت نزنه. یادم میاد که یک فیلمی قدیما میدیدم، یه آدمی هر جا میرفت یه چیزی میافتاد میشکست، یه ماجرایی پیش میمد. این بنده خدا دیگه بیکار شده بود و اینها پا و قدمش رو میگفتن بده. بعد به فکرش رسید خب حالا که اینا میگن اینجوری به من کار نمیدن، به من پول نمیدن که بیام اونجا، چطور من بگم پول بدین که من نیام اونجا؟ تلویزیون های ایرانی اینجوریه. مثلا اگر آگهی یه نفر بذاری، طرف میگه آقا چون آگهیش تو تلویزیون فلان بود من دیگه نمیرم اونجا. حالا ما باید فکر کنم به دوستان بگیم آقا آگهی که نمیدی هیچ، ولی اگه پول ندی ما آگهی تو میذاریم، اینجوری ازشون پول بگیریم. بماند خانم بدری همدیار اولین کمدین زن ایرانی است، کاراش خیلی قشنگه. چیزایی رو که عنوان کرده بود الان میبینم نسل بعدی، خانم شاپرک خورسندی و اون خانم فرساد هست نیویورک و اینها، اونا دارن میگن چیزی رو که خانم همدیار 20 سال پیش توی شوهایی که داشت. ولی متاسفانه اون موقع اینجوری فیسبوک و یوتیوب و تلویزیون و اینترنت و اینها نبود. البته یه جوری هم خوشبختانه بود، بدبختانه بود، نمیدونم، چون دیدم آقای بابک هروی هم یه فیلمی پر کرده، نوشته که ببخشید مدت ها من فیلم پر نکردم، چون این روزا همه فیلم پر میکنن. بابک جان عیب نداره، همه فیلم پر میکنن، همه هم الان اکسس و دسترسی دارن که نگاه کنن. و شما که حرف زدنت بهتر از دیگرانه، چرا به اصطلاح حرف نمیزنی؟ چون دیگران دارن حرف میزنن. اتفاقا چون دیگران دارن حرف میزنن شما باید فریاد بزنی، شما باید چند جا بینه. نمیبینی سوربی تو یوتیوب نشون میده، مردم تیوی دات کام نشون میده، فیسبوک خودش نشون میده، فیسبوک مردم تیوی نشون میده، تازه میخواد تو اینستاگرام هم بره. نه بابا نمیخواد. برگردیم به خانم بدری همدیار، کارای ایشون رو در صفحات خودش توی فیسبوک نگاه کنید. امیدوارم یه صفحه بیزینس یا فان پیج بذاره، چون به نظر میاد ایشون هم مثل من که وارد نبودیم تو فیسبوک، فیسبوک هم اطفال ریخ، اومدیم هی 5000 تا شد، دومی رو باز کردیم، سومی رو باز کردیم. من 12 تا پیج داشتم، 12 تا صفحه پروفایل داشتم. اصلا نمیفهمیدم صفحه یعنی چی، پروفایل یعنی چی، پیج یعنی چی. بعدن هی تماس گرفتیم با فیسبوک، آقا ما پابلیک فیگریم بلا نسبت، گفت خب شما برو فان پیج باز کن، برو بیزینس پیج باز کن. و وقتی رفتیم دیگه دوستان رو، حالا مگه میشه بکشی بیاری اینجا؟ این میدونید دوستان چجوری هم؟ دوستان مثل یک گنجشکی هستن که ما یه درختی داریم، باقی داریم، میان اینجا گاهی وقتی یه نوک میزنن پدر درخترم در میارن. ولی اگه یه نفر اومد یه تیر زد همه اینا میرن. حالا هر چی بگی آقا این تیر زد که اون کلاغه بره، گنجشکم رفته، بلبلم رفته، قناریم رفته، آوردن اینا مشکله. هر چی زودتر شما پیج خودت رو درست کنی دیگه این صفحه 1 2 3 اینا رو برمیداری و یه جایی می‌نویسی که من از امروز فقط در این صفحه هستم. الان شما وقتی سوربی رو روی به اصطلاح فیسبوک تایپ میکنید ممکنه 10-12 تا صفحه بیاد، ولی رو همش گذاشتم من از امروز فقط در این صفحه هستم. ولاغه و چی میگن و سلام. خب نصف ممنون و متشکرم.
آقای فرخ هم میگه سلام پارسای عزیز، آقا شما هم بیا و به اصطلاح برنامه بذار. این فرخ دوستان یکی از قدیمی ترین، آخه وقتی میگیم قدیمی ترین، حالا شما فکر کنی یه آدم پیرمردی با عصا و اینا، یکی از باسابقه ترین خواننده هاست. میتونم من بگم اولین بار حتی قبل از جهانگیر من ایشون رو توی این منطقه به عنوان خواننده میشناختم. یک جوان رعنا، چشمابی، موهای بلوند، و اون موقع نه هنوز ایرانی ها موهاشون بلوند نمی کردن و اینجوری بود. فکر کنم اصلشون مال شمال و اینها باشه، بنویس تا بخونم ببینم کجایی هستی. ولی پیام این دوستمون رو از نیویورک بشنوید. های سوری عزیز، سلام عرض کنم. من یکی از هواداران شما هستم، برنامه شما رو مرتب نگاه میکنم و در روز چهارشنبه متوجه شدم شما از آقای رضای زرابی صحبت بکنید. میخواستم اینو خدمتتون عرض کنم که ایشون در شأن شما نیست. گونه این فکل و کراوات رو نخورین. این یه آدم مجرم و قاچاق فروشه و دزده که در آلمان 8-9 سال در زندان بوده. حالا شما حرف منو بر این چیز قبول ندارین، میتونین راجبش تحقیق بکنین. این مرسی که دوست بوده و قاچاق فروش، قاچاقچی که یه مش بدبخت پناهنده رو جنس قاچاق بهشون میداده ببرن بفروشن، اونا رو بیارن بدن به این. انقدر آقای رضا زرابی رضا زرابی نکنید، چون آبروتون میره. خیلی ها این دوست قاچاق فروش رو میشتاسن. اگر به بنده شما چیز ندارین، خواهش میکنم به گفتار آقای ایرج مفتاخی که جوان بسیار محترم و ارزشمندی گوش بکنید، ببینید که ایشون از سابقه این دزد قاچاقچی خبر دارن. شبتون بخیر، خدا حافظ. من برنامه رو لایو نگاه نمی کنم. الان روز جمعه ساعت 2 صبح من دارم تیپش رو نگاه میکنم و جمعه خدمتون تلفن میزدم. مرحمت شما زیاد، خدا نگهدار. ممنونم از تماستون. شما اگه برنامه رو زنده نگاه کنید، اگه تلفن بزنید، همین کار رو باید انجام بدید، پیام بذارید تا در برنامه آینده از پیام شما استفاده کنید. چند تا سوال خودمونی بیایم از امروز. اگه من میخوام بگم این رضا دزده قاچاقچیه، بهش بگم من باهاش شریک بودم، با هم دزدی میکردیم، با هم قاچاق میفروختیم، بعدن دیگه من آدم خوبی شدم، اون آدم بدی موند. یا بگم من افسر پلیس بودم، اسمم هم اینه، در فلان کلانتری بودم، این آقا رضا دزد بود. بعد من معمولا نمیبینم کسی هم دزد باشه هم قاچاقچی. دیگه کسی که قاچاق میکنه دیگه نمیره دزدی کنه، میشینه تو خونه قاچاقش خرید فروش میکنه. یک کمی با هم مهربون تر باشه. حالا بیایم سراغ آقای ایرج مصداقی. اولا آقای ایرج مصداقی که میگی یه جوان، همچی جوانم نیست، کسی که سالها سخنگوی سازمان مجاهدین بوده، کسی که سالها دانسته یا ندانسته دروغ تحویل مردم میداده، حالا امروز نشسته کنج خونهش برای من و شما تفسیر میکنه. خب آقای ایرج مصداقی بگه رضا رو از کجا میشناسه. ولی من یه چیزی بهتون بگم، اولین روزی که من با این آقای رضا زرابی با وجود اختلاف عقیده، با وجود اینکه اصلا من ایشون رو یه نفر دیگه گفته بود میخوای با رضا زراب مصاحبه کنی، گفتم بابا اون که میگن تو زندانه اینها، بعد گفت نه اینا اینجوریه، بعد فهمیدیم بابا این رضا زرابیه، اون رضا زراب. و وقتی من با ایشون صحبت کردم، با وجودی که یه چندین سالی از من جوانتره ولی بچه هم نیست، ولی به نظر آدم جوونی میاد، بیبی فیس داره، اولین چیزی رو که به من گفت، گفت آی سوربی من آمریکا بودم، یه اشکالی برام پیش آمده، جوون بودم، اشتباه کردم
و بعدم به خاطر همین حالا یا گرین کارتمو از دست دادم یا منو فرستادن آلمان و منم آلمان زندگی میکنم. اولین ایرانیه که اومد گفت که من یه مشکل قانونی داشتم، جریمهشم دادم، هر روزم این جریمه داره منو اذیت میکنه که به جای مثلا کالیفرنیای آفتابی و زیبا در آلمان ابری و تاریک زندگی کنم. ولی دوست عزیز، شما الان آمدی یه چیزی گفتی، تازه رو من میگی اگر من با رضا زرابی صحبت کنم آبروی من میره. این آبروی ما ایرانی ها چه ارزشی داره؟ اصلا معنی آبرو چیه؟ معنی آب زیر چیه؟ دوست عزیز، یه کمی مهربون باشید، یه کمی منطقی باشید و یه کمی هم لطف کنید. وقتی یه تلویزیون رو دوست داری، دو صبح میشینی نگاه میکنی، دو صبح تلویزیون های آمریکایی رو نگاه کن، باید این کردیت کارت دستت باشه، هی چپ و راست اوردر بدی، نمیدونم این فیش ماهیگیری، اون چاقوی فلان، اون فلان، دست کنید به جیب، حمایت کنید و بسیار ممنونم. این از این دوستمون. بریم سراغ آقای فرخ عزیز و ببینیم فرخ چی گفته. 703 ایشون. آقا عجب شماره شیطانی داری یا 666. ما این 66 میخواییم بیایم وحشت میکنیم. بذار ببینم این شما هستی؟ الو، سلام آقای پارسای عزیز، من فرخ هستم، این پیام برای شما خصوصیه. اوکی، ببین، خیلی ممنون، من فرخ هستم، این پیام برای شما خصوصی، مرسی، بعدم گوش میدم. اینجا برای من نوشته ایشون آذربایجانی هست که متولد تهرانه. ممنون و متشکرم. و بالاخره این زیبایی و پوست سفید و چشم آبی و اینها میدونم که از جنوب نیست. جنوبی هم زیبایی خودشونو دارن، مگه نمیگه سبزه نمکی و این. من بعد از برنامه گوش میدم، چون من دیشب بیرون بودم، این پیامی که گرفتم تا گفت من فرخ هستم، گفتم خب برنامه‌شو به اصطلاح پیامشو فردا در برنامه پخش میکنم. و حالا که گفتید این پیام برای خودمه، چشم، اطاعت امر. و یه دوست دیگه هم چندین پیغام گذاشته بود که من منتظر بودم امروز پخش کنم، دیروز یا دیشب یا امروز صبح پیغام گذاشته بود که آی صبحی تمام اینها برای خودت. دوستان، تو رو به هر کی دوست داری، تو رو به هر دین، مذهب، کامپیوتر، پی سی، مک، آیپد، یه چیزی رو یاد بگیری. این چون خواهر گلم ناراحت نمیشه میگم، ولی بعضی ها میگه آقا منظورت من بودم. نه بابا، من نه زوری دارم که منظور باشم نه شما، من جنرال صحبت میکنم، عمومی صحبت میکنم. به خاطر همین توی چیز میگم آقا من با کسی کلکل ندارم، من تو برنامه صحبت میکنم، شما من میخوای صحبت کنی بیا صحبت کن. بمان دوستان، این پیامگیر من نمیدونم چند سال درست شده، باید یک کسی هیستوریشو تاریخچهشو برای من بخونه، ولی گذاشتن برای موقعی که طرف نیست، دستشویی، بیرون خواب، هرچی، نمیخواد جواب بده، داره با نوش بازی میکنه. این کوتی که پوشیدم یادم میاد یه وقت پارسال پوشیدمش، یه نفر گفت آقا این چیه؟ مثل پدر بزرگا. گفتم خب من پدر بزرگم، من الان داره میشه کم کم 2 سال 20 ماهه که پدر بزرگ شدم و به زودی یک نوه دیگه هم گیرمون میاد و جنسمون دیگه جور جور میشه، چون خود من یه پسر دارم یه دختر، به قول ایرانی ها جنسمون جور، بعد حالا یه نوه دختری دارم، اپریلم به سلامتی یه نوه پسری و جنسمون جور میشه. خب آقای بابی هروی، بابک هروی، میکاک جون، ممنون از همه محبت و حمایت، همیشه استاد من بودی و همیشه خواهی بود. اصلا این کلمه استاد بنداز دور. استاد یعنی چی؟ دیدم این علی ترابی دیوانه بدبخت، من بهش پیشنهاد کردم تو که رفتی حالا مسیحی شدی احمق، حالا درسته یه چیزی از کلیسا به دور صدقه سرشون میدن، اقلا برو آخوند باشه که پول در بیاری، آخوند مسیحی ها باشه. یه روزی دوستان در کباب بازار به این آقای کامران عطابکی گفتن آخه مرد حسابی،
تو که اسلام ول کردی رفتی مسیحی شدی، یه کمی دیگه میرفتی عقبتر کلیمی میشدی که اگه یه روز قصه خونت عقب افتاد، اگه یه روز یه مشکلی برات پیش اومد، اینا کلیمی ها با هم متحدن کمکت کنن. در صورت این علی احمق ترابی مجید برای من فرستاده بود گفت آقا بیا نگاه کن برنامه های این، بعد آمده نشسته برنامه اجرا میکنه. نمیدونم خانومش، حالا آدم باید اینا رو واقعا، اگه مجید میتونی اون قسمت رو برای من بفرست که من از اون قسمت پلی کنم برای مردم ببینم. من 20 سال این کار رو انجام میدم، خانم من بنده خدا با همه این مشکلاتی که من درست کردم به خاطر این که بزرگترینش پول نساختم، پولای خوب میساختم، کار خوب داشتم، از دست دادم، نشستم اینجا. یک میگفتن چی؟ از گل باریکتر به ما نگفته. حالا امیدوارم یه وقت در واز نکنه بگه الان فرصت خوبیه، هر چی دلم میخواد بهت بگم. ببینید چه فوشای این زنه یا دختره، فکر کنم زنشه، خانم این آقای ترابی به این میده و من اصلا مونده بودم. و بعد این مردی که میاد دروغ میگه به یه نفر دیگه که داره حرف میزنه، اون میگه آقا اگه خانوادت ناراحتن برو، میگه نه یه نفر اومده بود در میزد، من رفتم در رو باز کنم. خب اصلا این نطفهش با دروغ بسته شد، حالا فکر میکنه رفته مسیحی شده آدم میشه. بابا خر همون خره، پالونش عوض شده. صحبت از خرها باز نکنیم، الان این دوستمون میاد گله میکنه. مبارک نوه جدید، مرسی. خیلی هم جدید نیست، 20 ماهشه و ماشاءالله که این بچه ها، البته میگم که خب ما هم احتمالاً به نسل قبلیم و قبلی تر اون، من متاسفانه هیچ کدوم از پدر بزرگام ندیدم، یه دونه مادر بزرگ مادر پدریمو دیدم و اونم من میدونم مثلا چه عشقی داشت که ما بریم اینو ببینیم، یا وقتی اون میومد خونم اون چه عشقی داشت. ولی مهر و محبت پدر بزرگ اینا رو به اصطلاح من هیچ وقت نداشتم، ولی الان که میبینم این بچه 20 ماهه که چند تا کلمه بیشتر مثلا صحبت بلد نیست، ولی من از اونجا اون روز چهارشنبه دیدید اصلا میخواسته بره خونه مادرش و پدرش، اینها میگم نه بابا، به منم میگه بابا، بل هر وقتم که میخواد ناز کنه میگه بابا بیسورد، به بابا بزرگ میگه بابا بیسورد. توی شیراز به پرستو میگن پیسوک، من به خانمم میگم این وقتی به من میگه بابا پیسور، فکر کنم به من میگه بابا پیسوک، بابا پرستو. در صورت شماها هم اگه نوه دارید، اگه بچه دارید، فامیل دارید، اگر ندارید خودتون سالم باشید، سلامت باشید. امروز جمعه است و آقای رضا زرابی یه پیامی گذاشته، چون اون پیام برای من گذاشته من براتون چیز نمی کنم. خب این سم میگه که cannot get you on the phone. بذار یه چی برات بگم آقا سعید گل، یکی از دوستان خوب من این آقای هوشنگ شیرازی تنبل، میگه TNT تنبل ترسو و یه چیز دیگه هم میگه، اس خودش گذاشته هوشنگ TNT. یه روز برای من گفت آقای سوربی شما این همه تبلیغ این ایرانیان IP TV میکنی و اینا تلویزیون مردم رو برداشتن از موقع که سیستم جدیدشون اومده و اینها. گفتم ببین آقا من دیگه ناراحت نمیشم، ما اینقدر تلویزیون GLV رو تبلیغ کردیم، اینقدر براشون فروختیم، پولمونم ندادم. تلویزیون TV باکس رو تبلیغ کردیم، اون آقای خسرو مترجمی اونم به اصطلاح برگشت نیشش رو زد. حالا این دوستمونم آقای حامد تا اونجایی که ما میتونستیم کمک کردیم، چرا ور میدارن من نمیدونم. این چرا یا این تلفنی که ما، سیستم تلفنی که ما داریم، یک شرکتیه به نام آدیو ناو، یعنی حالا دیگه صدا. و این خودش اولا میومد دنبال تلویزیون ها که میخونیم ما برنامه شما رو پخش کنیم، برنامه رو پخش میکنن، اینا مشتری که به دست میارن بعد ولد میکنن. من یه برنامه رو استفاده میکردم باهاش یوتیوب رو ضبط میکردم، باهاش پروگرام ها رو کانورت میکردم از MP4 نمیدونم MOV به چیزای دیگه. امروز صبح اومدم روشنش کردم، میگه یا $19 بده برای یه سال یا برو دنبال کارت. منم براشون نوشتم که باشه میرم دنبال کارم. 100 تا پروگرام دیگه هست مجانیه، یکیش هست کیپ وید، مثل ویدیو هست، کیپ هم یعنی نگه داشتن، K E E P
VID. حالا به جایی که من می‌نویسم فری برش تبلیغ کنم فری میک، میگم برید سراغ فری وید. و اینجوری دیگه رقابت هر چند روزی این میاد و من ایراد نمیگیرم به اونا. چرا؟ یه دفعه بهتون گفتم این آقا شبخیز داشت با آه و ناله، اون خواننده اون روز که خواننده نبود من تبلیغش کردم، حالا که خواننده شد دیگه تبلیغ شما نمیده. آقا شبخیز عوض شده، سیستم رادیو تلویزیون عوض شده. الان طرف میره تو فیسبوک تبلیغ میده. بذار براتونم بگم محاسنش چی. من نباید اینو بگم چون تو کار تلویزیون هستم، ولی من برام پول تلویزیون مهم نیست. من امروز رفتم یه جایی که میخواد منو استخدام کنه 3 روز در هفته. من که رفتم اونجا یه جوونم از در اومده تو. اون آقایی که اومد طرف دکتر میگه که ما میخوایم 3 نفر رو استخدام کنیم و 1 نفر استخدام کردیم، 2 نفر دیگه مونده. بهش گفتم ببین من تقریبا بازنشست هستم، من تقریبا به پول احتیاج ندارم. من 2 روز یه بار پسرم دخترم زنگ میزنه میگه بابا از لحاظ مالی وضعیت خوبه؟ میگم الحمدلله خوبم. خود من هر وقت مادرم میبینم میگم از لحاظ پولی حالت خوبه؟ میگه الحمدلله، هم شما 3 تا داداشی هم بالاخره روزی میگیرم اینجوری. و به دکتره گفتم اگر اینا یه جای دیگه کار میکنن، چون به اصطلاح خیلی خوشش اومد بود از ما، به من گفت رزومی. گفتم ببین من اولد اسکولم، رزومی قبول ندارم، چون رزومی یه سری دروغ توش مینویسن. شما بعدم براش تعریف کردم، گفتم من باید وارد یه چی بگم، من سابقه 40 سال رو میخوام اینجا بیارم برای تو مجانی نه، ولی باید یه پولی بهم بدی این پولو کمک کنم اونجایی که دوست دارم. بعد بهش گفتم که من یک کاری داشتم که باید راننده استخدام میکنم، راننده میاد گواهینامش هم میاره، اون رزومیش که همون درایوینگ ریکوردش هست میاره، بعد بهش میگی بشین پشت ماشین، در رو که باز میکنه میاد میشینه رو صندلی. حالا ماشینای ما آینه نداشت که آینه تنظیم کنه، ولی افسرای ایرانی میگفتن، میگفتن کسی که میاد امتحان گواهینامه رانندگی بده همین که میشینه آینه رو امتحان میکنه به اصطلاح تنظیم میکنه ما میفهمیم که این بلده یا نیست. و واقعا اینجوریه دوستان. به این طرف گفتم که ببین شما به من میگی این کارا رو داریم، از من میپرسی تو چرا فکر میکنی این کارا رو تو میتونی انجام بدی. براشم دلیلشو گفتم، گفتم دلیلش اینه که من 40 سال سابقه دارم، من شرکت اینشورنس داشتم، ماشین فروشی سال 86 32 سال پیش داشتم، کامیوندار بودم، اینجا پیمونکار بودم با ایالت ویرجینیا و امروز سمی ریتایر هستم، کارهای ویدیویی انجام میدم، یه مقداری از کامپیوتر میدونم و اینها، و من اینا رو دارم میارم. حالا حسنشم اینه بنده بچه کوچولو ندارم که زنگ بزنن بگن تب داره بیا برورش از مدرسه. بنده مشکلات جوونا رو ندارم که امروز بگه نمیدونم باید خونم رو عوض کنم نمیتونم بیام سر کار، فردا بیاد بگه ماشینم رو قسطش ندادم فلان اینا. ما دیگه یه زندگی داریم. اینجا بهش میگن چی؟ No baggage or no luggage، فکر کنم baggage میگن. baggage که میگن یعنی با خودش بار نمیاره که این بار. بعد گفتم من 20 سال این 20 سال آخر شرکت خودم رو داشتم و میدونم که من که میام اینجا شما میخوای منو استخدام کنی، میخوای من به عنوان یه asset باشم برات کار کنم، یه ابزار باشم، نه liability. liability یعنی یه چیزی که شما که میری اونجا من داشتم و ما تا 11 کار میکردیم که این ماشین حاضر باشه فردا صبح بره سر کار. میومدیم خونه بچه همون خواب بود. حالا وقتی هم 11 اومدی که خوابیدم برای تلویزیون نگاه کنی، 1 و 2 میخوابیدی، 4 و نیم زنگ میزد یک کسی بفرمایی مثل سربی، بله راننده شما دیشب مست بوده زنشو زده حالا تو زندان، ای بر پدرش لعنت چرا زنتو میزنی، حالا ما باید برنشیم بریم اونجا کار کنیم به جای اون، چون اگه نریم اون شرکت که بهش گفتیم آقا ما 4 تا کامیون میفرستیم اگر 3 تا بفرستیم فردا میگه دیگه به حرف سربی ما اطمینان نمی کنیم، 75% اطمینان میکنیم. به همین خاطر شب تا همون موقعی که آقای فیلابی هی میرفت کروز ازش سوال کن آقای ترشیزی، همون موقعی که ایشون میرفت کروز و اینها، بنده شبانه روز کار میکرد. پسر من یه روزی گفت بابا این ساعتایی که تو کار کردی اگر ما به اصطلاح به عنوان یه آدم آمریکایی حساب کنیم تو قد 100 سال کار کردی، 100 سال یعنی از میدونی. حالا در هر صورت بماند کجا بودیم و اینها، این ماجرای تلفن
حالا ممنونم که شما همه رو امتحان میکنی، ولی اینجوریه مثلا اون کسی که باید این لینک ما رو بده با اون تلفن امروز نیومده سر کار. البته به این صورت نیست که اینا الکترونیکه، ولی ممنونم این یکایک شو امتحان کرده و به ما گفته اینجوری. و اما مجرم، قاچاق فروش، دوست در آلمان 8-9 سال. جالب اینجاست که من یه ایمیل دیگه گرفتم که اون آقا گفت این 18 تا 20 سال زندان بوده. خب بله، استاد کسی است که چیزی را به کسی بیاموزد. کاکو جان مرتب خشخاش نگذار. این بابک من اون از اینستاگرام بود فکر کنم فرستاده بودی، نگاه کردم و قطع شد، دوباره نگاه کردم یکم رفت پیشتر دوباره قطع شد. این اشکال از سیستم منه یا از سیستم اینستاگرام؟ در هر صورت ویدیو تو برای من بفرست، مهمون خودم، من به اصطلاح پخش میکنم، چون بابک وقتی صحبت میکنه از دل صحبت میکنه. گفت سخن که از دل برآید لاجرم بر دل نشیند. در همین رابطه این سخنهای آقای ترامپ چون از دلش نیست میگن از لب و لوچش میاد. و میدونید که این وقتی اینجوری میکنه مثل این ماهی ها هست و میگن این مثل ماهی که تو آب حرف میزنه ولی کسی نمیفهمه، واقعا حرفاشو کسی نمیفهمه. الان هم دوباره یه دردسر جدیدی درست کرده، یعنی از روزی که ایشون پاشو گذاشته توی وایت هاوس دردسر پشت دردسر پشت دردسر پشت دردسر. الان دیگه رابطه با خانواده و زنش و اینها بماند. اون روزم احمق یه نفر از افلک اومده بود توی کاخ سفید و یه جورابی آورد مال بیمه افلک داد به این، اینم دهنش گشاده دیگه نمیتونه. گفت آره 13 سال پیش اینا دنبال یه زنی میگشتن که نقش همسر فرانکنشتاین رو بازی کنه و من بهشون گفتم من 25 تا دختر براتون میفرستم. وقتی میگم شغلش پمپه، اون توصی احمد ناراحت میشه. گفته اینجوری، اونا گفتن نه زن خودتو بفرستی کافیه، زن خودش رو میفرسه و آگهی میکنن. حالا میگفتن که اه چه جالب، این زنش که نقش عروس فرانکنشتاین رو بازی کرده. فرانکنشتاین میدونید که یه موجودی که توی آزمایشگاه توی درمونگاه اینا این دکتره ساختش و یه چیز عجیب غریب بودید، بخیات و کلش و اینا. گفتن آخرش هم شد زن فرانکنشتاین. فرانکنشتاین یعنی کی؟ این ترامپ. شما واقعا این کلش و اینا رو نگاه کنید، اصلا یه موجود عجیبیه. این موهاش اینجوری از اینجا میکشه میبره اینور اونور، نمیدونم چی بگم. والا حالا قیافه و ایناش که دست خودش نبوده از اون ایراد نگیریم، ولی کارایی هم که دست خودشه، این موجود واقعا داره آمریکا رو به نابودی میکشونه. الان قشنگ آمریکا رو تقسیم کرده 50-50 و خطر جنگ های داخل، جنگ داخلی هست. حالا جنگ داخلی این روزا که با تفنگ و از اون چی بود نمیرن تو خیابون، جنگا روی اینترنت هست و اینا. امروز هم آخرین ماجرا اینه که اصلا آدم نمیدونه چی بگه. اینجا میگه که Department of Justice DOJ، آقا خب تو اینا رو گذاشتی اونجا، میگه به اینا نمیشه اطمینان کرد. اینا رو که اوباما نگذاشته اونجا، این آقای سشنه که گذاشتی. حالا این کومی مال دوره اوباما بوده، بعدم تو کردیش بیرون. اینای دیگره که آوردی گذاشتی، اینا همه ریپابلیکنن. چرا؟ برای که خودش دروغی ریپابلیکنه، خودش ریپابلیکن نیست، دروغ گفت. چون نمیتونست تو دموکرات ها برنده بشه، دید ریپابلیکن ها هیچ کس رو ندارن، اومد تو ریپابلیکن ها. حالا میگه من ریپابلیکنم، ولی همه ریپابلیکن ها رو میگه بدن. حالا وایس این چیه؟ اینجا میگن میموراندوم یا ممو، یعنی یه یادداشتی نوشته شده که آقا این اف بی آی و دیپارتمنت آف جستیس به اصطلاح بایاس، یعنی طرف یه طرفه میرن، به اصطلاح جهت میگیرن. بعد گفتن که اینا جهت دموکرات ها هستن. بعد جالب اینه میگن آقا این نوشته ها و اینها رو آزاد کنید تا مردم بخونن قضاوت بکنن. اولا اف بی آی میگه اینا تاپ سیکرته و به اصطلاح امنیت عمومی آمریکا رو یا به خطر میندازی. اینا میگن نه، چون خودشون گندش گندکاری کردن اینجوری میگن. طرف میگه اوکی دیگه، چرا میای ادیتش میکنی؟ این آقای نونس چیه؟
نونس اومده ادیتش کرده، بعد میگه من اومدم گرامرشو درست کنم، بعد میگن آره این اومده گرامرشو درست کنه به زبان کلاس پنجمی بنویسه که ترامپ بفهمه. تا امروز هم آزاد نشده، هی میگن بازی میده، حالا شاید امروز آزاد بشه نشه، ولی فکر میکنه اگه اینو آزاد کنه افکار عمومی و اون سپیشل به اصطلاح اون بازرس مخصوص میرن و دست برمیدارن از این ماجرای روسیه و دخالتش در انتخابات. در صورت که این احمق اگر آدم شارلاتانی نبود باید میگفت که من که الان رئیس جمهورم، انتخاب شدم، ولی بیاین ببینیم. اولا یه چیزی رو باید عوض میکرد، همون قانون الکترال نمیدونم چیه انتخابات اینان که هنوز مال 200 سال پیشه، هنوز به مردم میگن شما شعور نداری، شما رأی میدی یکی دیگه میره برای شما رأی میده و باور میکنی شما رأی میدی به یه نفر، اون رأی میده به هر کی دلش بخواد. باورتون میشه تو آمریکا اینجوریه؟ بله. قرار بود اینو عوض کنه، نکرد. اگر آدم درستی بود میومد میگفت که خب بابا الان وای میسیم، ما چیز میکنیم، ما ببینیم اگه واقعا اینا دخالت کردن نمیذاریم برای 2018، برای 2020، ولی نه همینجوری داره برای خودش میره، خیالش جای دیگه است، خیالش اینه که حالا یه پولی هم بگیری برای دیوار، احتمالاً دیوارم میخواد دوستاش خودش یا چیزا بیاد. این هانیولی که درست کردم یکش گذاشتم اینجا چون من بیشتر موقعها اینجا هستم، گفتم این اتاق رو هم به اصطلاح هواشو مرطوب کنه. ممنونم. این فیلم رو هم فرستاد، ویدیو 15 دقیقه اجازه نمیده گرفتار. آها، گرفتاری نه از من است نه از شما. خب میشه ویدیو رو بذاری روی یوتیوب، لینکش رو بذاری اونجا؟ پس این اینستاگرام اگر 15 دقیقه رو اجازه نمیده، این دوستان هم به ما اصرار میکنن آقا تو بیا، ما که 15 دقیقه فقط طول میکشیم بگیم سلام، 15 دقیقه طول میکشیم بگیم خداحافظ، این وسط 90 دقیقه میخوایم صحبت کنیم میشه 2 ساعت. پس جای ما تو اینستاگرام نیست، اینستاگرام همین طرف میره چلو تباب میخوره، عکس میگیره، اون یکی میره سینما عکس میگیره، من اینجا هستم برای جوونا خوب. بله خیلی ممنون، این فیلمو فرستاد و چشم. ما این رو به اصطلاح امروز میخوام بعد از برنامه خودم، برنامه آقای حسن ارشاد قسمت 164، یعنی ایشون 164 هفته فیلم ساخته، حالا چند هفته به خاطر ماه رمضان، به خاطر بعضی وقتا حالش خوب نبوده و اینها، ولی پشتکار رو ببینید 164 برنامه. ولی من داشتم، یه نفر میاد 3 روز مزاحم من میشه، چون باید کلمه مزاحم رو استفاده کنم، بعد اولین برنامه‌ای که میذاره میگه آقا کسی زنگ نزد، آقا کسی نخرید، آقا کسی، میگم بابا جون این که اون وقتا هم گفتن خمره رنگرزی نیست بزنی تو خمره در بیاری، تازه خمره هم وقتی میزدن میآوردن بعد باید آویزونش میکردن تا خشک بشه بمانه، ولی اینا 164 برنامه دوام آوردن و این برنامه شو پخش میکنم 4 بعد از برنامه خودم. توی اون فاصله، آها، بعدش هم یه فیلم میخوام براتون پخش کنم، اسم فیلمه هست The Gods Must Be Crazy، یعنی خدایان باید دیوونه باشن، و این فیلم رو من 30 سال پیش من دیدم، فکر کنم 34 سال پیش درست شده، اون موقع برای من جالب بود. اتفاقا دیروز برای دوستمون فرستادم توی به اصطلاح خلیج فارس و بهش گفتم که ببین من این فیلم رو 30 سال پیش نگاه کردم، خیلی خندیدم، خیلی برام جالب بود، الان ممکنه اگه نگاه کنم خنددار نباشه، جالب نباشه. گفت که ای آقا تو منو بردی دوره مدرسه و وقتی که من رفتم فیلم هرکول رو دیدم و هر شب خواب فیلم هرکول رو میدیدم و بعد از سالها همون فیلم رو دیدم، به خودم گفتم این چه چیز جالبی داشت که تو انقدر این فیلم رو دوست داشتی. در صورت آدم ها عوض میشن، نظراتشون عوض میشن و اجازه بدین تا عوض بشن، چون اگه عوض نشن، متحول نشن، پیشرفت نکنن که ببخشید میشیم همین خر و الاغ و اینا. ببینید هنوز بنده خدا نه خونه دارن، نه زندگی دارن، نه ماشین دارن، حالا انگار ما که داریم چقدر پیشرفت کردیم. بمانه. خب بیاین براتون بخونم، آهان، فیلم The Gods Must Be Crazy براتون بعد از آقای ارشاد پخش میکنم، فیلم بابک هروی هم بعد از آقای ارشاد. ضمناً اگه بابک لطف کنه روی فیسبوک لینک این فیلمشو بذاره، هم روی
فیسبوک که الان لایو دارم پخش میکنم، هم روی فیسبوک مردم تیوی هم روی فیسبوک پارسا سوربی من ممنون میشم. پیام فرخ رو هم بعد از برنامه گوش میدم. و اما آقا این دوستانی که یه مش پیرمرد حالا اومدن رسیدن به چی؟ سوشال میدیا یا این رسانه های اجتماعی. یکی از اینا هست به نام آقای نصرالله فرحمند. چندین بارم من بهشون گفتم آقا بیا مصاحبه کن، هی به بهانه های مختلف در رفته. ولی خیلی جالبه من بهتون نشون میدم دوستان دیگه، ببخشید بعضی وقتا باید، حالا اگه اسمش تربیته باید برای اینا بی تربیت شد، اگه ادبه باید برای اینا بی ادب شد. امروز من اومدم نگاه میکنم، میخواستم برنامه امروز رو بذارم برای شما بنویسم که مثلا ساعت 2 برنامه من شروع میشه، دیدم آقای فرهمند اومده زیر ویدیوی 31 دو روز پیش نوشته که استاد گرامی دکتر امیر احمدی، نظر و استنباط جناب عالی را. خیلی هم دراز و طولانیه. من حقیقتش زورم اومد گفتم بابا ما ضرب المثل داریم، هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد یا مقامی دارد. آخه شما که ادعا میکنید میخواید ایران رو آزاد کنید، شما که آخوندا بریشتون میخندن، شما هنوز بلد نیستی اگه اینجا سوربی آمده مجلسی گذاشته و یا یک پست نوشته، یک پوستری، یک فلایری، یک پلاکارتی، چی میگیم به ایرانی، زده روی دیوار که دوستان پدر من فوت شده، پس فردا مراسم ختم پدر من است. خب یکی میاد آقای هروی میاد میگه تسلیت میگم من خارج از شهر هستم ممکنه نرسم بیام. مجید خوشنودی میاد میگه من حتما میام، اگه کاری هم دارید بگید من میتونم تو مجلس مثلا چایی بدم. آخه مرد ناحسابی آقای نصرالله فرحمند، شما میای چون حالا اینجا میدونی 9000 نفر هستن، میای روی این آگهی ختم پدر سوربی مینویسی که دوستان سوربی، من نصرالله فرحمند هستم، دخترم قرار پس فردا احتیاج به اصطلاح ازدواج کنه و چون ممکنه داماد کمک به احتیاج داشته باشه شما بیان اونجا. خب باید فوش به شما داد و الا شما نمیفهمی مرد ناحسابی. این پست، این کامنت باید مربوط به این باشه، پست کامنت. این مثالی که زدم وقتی من به شما توهین میکنم برای اینکه خود شما وقتا میگفتن چیزی که خارش میکنه خودش سفارش میکنه، شما میای میگی آقا به من فوش بده، من لیاقت ندارم. و الا شکار آقای امیر احمدی ما داشتیم تو این برنامه، یا آقای امیر احمدی نوشتنش اینجا بوده که شما اومدی رفتی زیر نوشته اونو گذاشتی همینجوری دور میزنی، هر کسی که 5 تا بیننده داشته باشه شما میری بهش میگی که عروسی دخترته و بیا ممکنه دامادت نتونه کارش انجام بده. خجالت بکش آقای نصرالله فرمان. چی بگم دیگه والا. اوکی ببینیم که آقای مجید آقا چی میگه. میگه این از فایل صوت اصلی ویدیو هست، جایی که فریز میشه از خود ویدیو بوده، ویدیو کاملش هم هست براتون پایین میفرستم از استاد بیاموزید. نه 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 من اون قسمتی میخوام که داره حرف میزنه بعد بلند میشه میره با زنش دعواش میشه، زنش میگه آخه این چیه مثل جل پوشیدی، صداش میاد از اون پشت فوشش میده، بعد برمیگرده دروغ با اون بینندهی که روی برنامه بوده میگه که من رفتم در رو باز کنم، در صورت که اون بیننده صداش شنیده و اون بیننده هم مثل این آقا خودمونم دروغ میگه و ایلا نمیگه آقا خب الان خانمت داشت فوشت میداد، شمایی که مسلمون بودی حالا مسیحی شدی اینجوری به هم فوش میدی، خب چجوری میخواین معلم باشید برای دیگران، چجوری میخواین رول مدل باشید، رول مدل به ایرانی چی میگیم ما، نمونه باشید برای دیگران. این هم این آقا. و ایلا من بهش گفتم وقتی اومد هی دو سه بار آقا برنامه و اینها من میام راجع به مسیح صحبت میکنه، گفتم آقا شما با دوستاتون چند نفر بیاین من یه نفر با تو صحبت میکنم، ولی من میدونم وقت دلخور میشی یا گفت نه آقا من خیلی بلدم، حالا برید ببینید. اینم تبلیغ مجانی برای ایشون، در اصل ممنونم یا ولش که هستم ببینید. بله من حتی
مادر بزرگ پدرم را دیدم. خوش به حالت. فرخ میگه که من مادر بزرگ پدرم را هم دیدم. دیگه شما لاکی لاکی هستی. خیلی ممنون. بذارید من این دوستان را هم که درخواست دوستی دادن به اصطلاح اضافه کنیم و امیدوار باشیم که دوستان دوست باشن. به نظر من این فیسبوک باید دو سه تا آیکون دیگه اضافه کنه. بنویسه دوست، مخالفین، دشمنان، تا آدم تکلیفش بدونه. و الا یه جایی نوشته فرندز، همه میان اونجا، آخه این چه دوستیه؟ اصلا عوضش کن، بنویس لیست، بنویس اعضا، چون تو اعضا ممکنه یکی مخالفت باشه، ولی دوست قرار دوستت باشه، نه اینجوری سر یه موضوعی که میشه فوری. گفتم بهتون این نادان دانیل اون روز میگه اینجوری، میگه خب مردک تو اگه این چیزا رو میگی، اگه اینا رو میدونستی چرا اومدی وایسادی برنامه منو نگاه میکنی؟ چرا التماس میکنی بیای اینجا 3 دقیقه 3 دقیقه صحبت کنی؟ پس آدم دروغگویی هستی. آدم اینجا میگن لو لایف. لو لایف همون پس فطرت خودمونه. پس فطرت، فطرت یعنی تینت و زندگی آدم، پس لو لایف یعنی کسانی که زندگیشون همون پس فطرت دیگه. ما چرا میخوام تفسیرش کنیم انگار که ما آیت الله هست؟ در صورت در این منزل زیبای آقای عرشیا کیا هستیم؟ حالا عرشیا میگه بابا من جوونم، من خونه اینجوری ندارم، ولی ماشاءالله آدم زرنگ شادم داشته باشه. بعد اینجا میدونید که چیه؟ سعدی 1000 سال پیش گفته هر که بامش بیش برفش بیشتر. البته یکی از دوستان عوضش کرد، گفت که هر که در کش بیش دردش بیشتر. این دوستمون خانم لیلا رفته بود برای من ویدیوهای یک نفر که عضو سازمان مخفی روسیه بوده و بعد جدا شده آورده بود و گفت آدم اینا رو وقتی نگاه میکنه مغزش سوت میکشه. گفتم خب دوست عزیز، به خاطر همین هست که میگن اون توفیق نوشته بوده که خوشبخت آن که خر آمد الاغ رفت، بیچاره آن که، یا اولش اینه، بیچاره آن که گرفتار عقل شد، خوشبخت آن که خر آمد الاغ رفت. و ما مشکلمون همه بدبختی انسان ها موقعی شروع میشه که میفهمن. تا موقعی که نمیفهمن راحتن، خوشن، زندگی خوبی دارن. از روزی که میفهمن، از روزی که نگران فردا میشن، از روزی که نگران آینده میشن، هی این نگرانی ها با فهم پدر زندگیشون رو در میاره. و اما اینم از این، بریم ببینیم که بله، بذار من این عکس، گرچه شما همون رو اینترنت تایپ کنید humidifier میاد، همه جام دارن، والمارت داره، تارگت داره، بیست بای داره، 150 دلاری 300 دلاریش هست که بزرگ مثل یک فرنیچر، مثل مبله، ولی من ترجیح میدم دو سه تا کوچیکش داشته باشم، یکیش اینجا، یکیش تو فامیلی روم، یکیش تو اتاق خواب، به جای اینکه دو تا بزرگ بذاری پایین و بالا و هی روزی 10 گالون آب بریزه همه جا، آخرم به اصطلاح باز کم باشه. خب میگه که پس از گذشت بالغ بر 40 سال این آقا تازه به فکر افتاده است که از وضع کشور ناراحت شده و بترسد، ولی فراموش نکرده است که به ملت بگوید که ایشان دارای مدرک دکترا بوده و به قول ما ایرانی ها فارغ التحصیل است. حالا بذارید من نوشته رو براتون بخونم. این نوشته رو از طریق چندین نفر به دستم رسید، فکر کنم پتیکم فرستاد، آقای آریانپورم فرستاد، از یکایکشون ممنون و متشکرم. همینجا جا داره از پتیک تشکر کنم که بهتون گفتم این دو ما پولشو این ادوانس میفرسته، یعنی این ادوانس که بدهکار که نیست که، ولی پیش پیش چک میفرسته $200 برای ماه دسامبر و نه نوامبر و دسامبر، بعد چک میفرسته ژانویه و فوریه. هنوز ما شروع نکردیم بیایم تو فوریه، چک فرستاده برای مارچ و اپریل. من اینو میگم که شاید دوستانی هم که سال هاست دارن برنامه من نگاه میکنن، خیلی هم با من دوستن، خیلی هم میگم آقا این کارو بکن اون کارو بکن، ولی دست تو جیب خودشون نمیکنه. این جیبش که نزدیکه دست توش نمیکنه، ولی به من از 3000 مایلی، از نمیدونم 10000 مایلی دستور میده چه کار کن. درستان ممنونم از اونایی که حمایت میکنم، ممنونم. گفتم اون دوستمون گفت 82 سالشه و از آلمان گفت ببخشید که کم کمک کردم، $50. گفتم بابا ما $5 $10 هم راضی هستیم،
و مبلغش مهم نیست، مهم اینه که این نشون میده این مفتخور نیست، این عادت کرده بها بده. همین امروز برای آقای هوشنگ رادخو نوشتم، آقای هوشنگ رادخو شما که در آمریکا زندگی میکنی اینجا میدونی even freedom is not free، حتی آزادی مجانی نیست، باید پول براش بدی. و شما تا زمانی که پول خرج نکنی، ای کاش خمینی هم مثل شماها دست گدایی داشت، لطفاً این را شیر کنید، لطفاً این را پخش کنید. بارها گفتم اگه زمان خمینی فیسبوک و زمان خمینی و شاه فیسبوک و توییتر و اینها بود، نه شاه میرفت نه خمینی میمد. و الان این ماجرا خطرناک شده. آقای ناصر پولی ممقانی میگه که این را پخش کنید، یک شنبه نمیدونم عزای عمومی، یک شنبه فراخوان، میگم آقا پولشو بده تو پخش کنید، میگه آقا نه پول نه. خب اینجوری میخوای انقلاب کنی؟ بشین همجور تو سرمای کانادا تا یخ بزن. از مردم ایران میترسن. این همون آقای دکتریه که نوشته و آخرش هم نوشته دکتره. چند سال پیش تو استان گیلان و شهر رشت برف سنگینی بارید و شهر چند روزی دچار بحران شده بود. از دوستی شنیدم که نان لواش هر بسته تا 20 هزار تومان فروخته شد. قبل از زلزله کرمانشاه قیمت کانکس، این کانکس چیه؟ این اتاقای پیش ساخته رو میگن کانکس تو ایران، من نمیدونم، یا این به اصطلاح بهشون میگفتن سی استوریج، بمانم حالا دیگه کانکس وقتی میگیم اونایی که میدونن میدونن، اونایی که نمیدونن نمیدونن. قیمت کانکس حدود 1.5 تا 2 میلیون بود و پس از زلزله قیمت کانکس به 7 میلیون رسید. با یک برف که شهر تهران به بحران رسیده، قیمت کرای تاکسی از فرودگاه امام تا شهر تهران به 1 میلیون رسیده است. اینکه مسئولین مدیریت بحران بلد نیستند عجیب نیست، چون مدیریت یک تخصص آموختنی است که این عزیزان نیاموختند. اما چه بلایی بر سر انسانیت آمده است. خیلی دوست دارم کسانی که در شهر رشت نان لواش را بسته 20 هزار تومان به مردم فروختند از نزدیک ببینم. برایم جالب است فروشنده کانکس 7 میلیونی خانواده دارد یا نه. راننده تاکسی که کرایه 1 میلیونی از مسافرش طلب می کند به کدامین خدا باور دارد؟ حتما فیلم دوربین مخفی ایرانی که اخیراً منتشر شده دیده اید که مردم عادی کوچه و خیابان چگونه پولهای یک نابینا را با وقاحت تمام می دزدن. من از مردم ایران می ترسم. از خودم به عنوان یک معلم دانشگاه خجالت می کشم که در تربیت این نسل مسئولیت داشتم و درست تربیت نکردم. معلمان مدرسه، روحانیون و وعاظ، صدا و سیما، آموزش پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد و همه کسانی که به هر نفع سهمی در فرهنگ سازی داشته ایم باید خجالت بکشیم. وقتی شنیدم در بحران هسته‌ای و سونامی شهر فوکوشیما 50 نفر داوطلب شدند برای خنک نگه داشتن ریاکتور هسته‌ای توی پرانتز مرگ تا مردم شهر فرصت پیدا کنن از شهر خارج شوند، درجه شرمساری هم بیشتر می شود. وقتی شنیدم در زمان تخریب برج‌های دوقلو در 11 سپتامبر تاکسی‌های شهر نیویورک مردم را رایگان جابجا می کردن، از شدت خجالت آب می شود. من از مردم ایران می ترسم. من به خاطر تمام کوتاهی‌هایم در عرصه فرهنگ اجتماعی از تاریخ ایران شرمسارم. دکتر امید هاشمی، اگر معمولا اینا وجود خارجی نداره، ولی اگه کسی این دکتر امید رو میشناسه بگن با من تماس بگی تا ما ترتیبی بدیم ایشون بره پناهنده کشور ژاپن بشه. در همین نیویورکی که شما میگی وقتی بمب زدن این برج دو قلو تاکسی ها مجانی میبردن، چند ساعت تاریکی برق میره تاریک میشه، چه دزدی ها که نشد، چه تجاوزاتی به زنها و دخترها که نشد. آقای امید هاشمی، اگه شما وجود داشته باشی و یه چیزی رو درست گفته باشی، همینه که به خاطر معلمای مثل شما مملکت ایران اینجوریه. آقا این مزخرفات چیه؟ همینجا وقتی برف میاد تاکسی نرخش دو برابر میشه، اوبر دو برابر میشه، شب از یه ساعتی یه سرویس های قیمتشون فرق میکنه. بله مدیریت تو ایران اشکال داشته، هنوزم داره. چجوری باید درستش کنیم؟ اینجوری فقط نامه بنویسیم
که آقای آریانپور هم به شما طعنه بزنه، بگه ایشون تو همه ناراحتیاش ولی فراموش نکرده که دکتره. همه دکترهایی مثل تو جامعه بیماری مثل ایران رو درست کردن. در صورت دوستان عزیز ممنونم. آهان، کانکس همون خونه های کوچک پیش ساخته که مثل کانتینر هستن رو میگن. اینجا بهشون میگن تریلر هاوس یا تریلر هوم. کوچیک هم هست، یکی یه اتاق داره، بعضیش اصلا اتاق نداره، برای آفیس استفاده میکنن، برای خونه استفاده میکنن و خیلی از آمریکایی‌ها تو همین تریلر هاوس ها زندگی میکنن. خیلی راحت از این ور میکشنش اون ور، آبشو فوری وصل میکنن، فاضلابشو فوری وصل میکنن. پس به اینا میگن کانکس. ممنونم از مجید عزیز. بله، میگه که میتونید از مسنجر اون تیکه ویدیو رو ببینید. برم روی مسنجر ببینم شما برای من چی فرستادی. مسنجر، آی مسنجر، ویدیوی کاملش هست. رو مسنجر چیزی نمیبینم من اینجا. آها اینه، بذار ببینم. آها این از فایل اصلی هست. بله، یه تبلیغ مجانی برای این دوست نادانمون که بهتون گفتم از روز اول به اصطلاح من بودم که به این اطمینان کردم و ویلا این از روز اول بدذاتی و بدتینتیش نشون داد، ولی من چون میشناختمش و فامیلش میدونستم و اینها، بهش یک کمی راه اومدم. ببینیم اینجا درست میشه؟ درسته، واقعا هم همون جوریه. ولی بعضی ها گفتم دیگه آزادی و الان من نسبت دادن اومده، حالا نمیدونم، فکر کنم اصلا ایرانی نبود، فکر کنم با لهجه خاصی که صحبت میکرد افغانی بودن ایشون. بله من فکر کنم افغان بود. فکر کنم افغانی بودن اومده. ببین اون خودش معلوم بود، خیلی عذر میخوام، حتما که خانواده محترمم هم همراهتون هستن، خیلی ممنونم. این خانواده ماست، اگه ما بفهمیم شور داشته باشیم، خانوادهمون یه خانواده، ما ایرانی هستیم. بلند شد رفت که فوش بکنه. درست دوست داد؟ اینه که بابک عربی میگه هر کسی با یک تلفن برنامه میذاره. آقا تشریف آورد. استاد مزاحمتون نشم. نه خواهش میکنم، مراهم هستیم. مزاحمتون نشم. در زدن رفتم برم در، مجبور شدم برم دم در رو برگردم. آقا بله بله. میگم آره اینا خانمت گفت پدر سگ این کاپشن قرمز رو در بیار، تو بهش گفتی سردمه، دم در کی بود؟ کسی نبود که. چرا دروغ میگی؟ تویی که مسیحی شدی دروغ میگی احمق. دیگه نمیخواد نصیحت کنی به مسلمونا. یه عکسی رو من چند مدت گذاشتم اینجا که به شما نشون بدم، امیدوارم بتونم پیداش کنم، به نام کشیش. چون این آقای کشیش میگه که بله و چقدر فوشش میدن مردم. نگاه کنید دوستان، این آقا رو من نمیشناسم اصلا، ولی برای من عکسش فرستادن. کشیش ادوین ساله، ببینید گذاشته عامل و مزدور جمهوری اسلامی. نمیدونم حالا کجا نوشته بود این. این بنده خدا به احمقایی مثل ترابی و دیگران میگه اگه شما مسیحی هستین شما نمیتونید با مسلمون جنگ کنید، یعنی شما نباید طبق قانون به اصطلاح اسلامتون و اینها نباید. اون وقت اومدن چیکار کردن؟ نوشته کشیش ادوین ساله عامل و مزدور جمهوری اسلامی ایران. یعنی یه سری احمقی که برای پناهندگی، یه سری احمقی که برای کمک‌های به اصطلاح مالی، همین آقا اومد به من زنگ زد که آقا من چقدر خوشحالم یه آپارتمانی به ما دادن، جای بد نگرفتم، ولی توی کلیسا یه نفر اومده یه خونه ویلا داده به ما
اصلا اجاره مجارم نمیخواد. خب داره مفت میخوره، مفت میگرده، معلومه میشینه حالا جلو برنامه، زنش هم بهش میگه مرتی که پدر سگ این کاپشنتو در بیار، میگه سردم عمو، بعدم میاد اونجا به اون یکی، حالا به اون دیگه کیه که به میگه استاد، به اون میگه که رفتم درو باز کنم، انگار که مثلا صدا نمیاد. مرسی مجید عزیز که فرستاد. میگه در ایران چرخ ندارن، اینجا هم هست کانکسایی که چرخ ندارن، روی فلت بد یا روی تریلیای دیگه میذارن، میارن نصب میکنن، خیلی هم قشنگ زیرش چند تا تابوک میگفتیم بلاک میذارن، بعد دور تا دورش هم اینجوری چیز میکنن که از دور که میای فکر کنی مثل خونه است، حالا یا کوچیکه یا هرچی. در صورت امیدوارم که اینا هم خونه و زندگی چیزی پیدا کنن. و اما اعتراض همسایه حسود به همسایه، به همسایه خودش، نوشته همسایه عزیز برادر گرامی جناب آقای رضا رحمتی زور نه دیگه خیلی خطرناکه، زور جمعه است داری اینو دوستمون نوشته، بعض وقتا وسط برنامه زنده یه چیزایی رو باید حواسمون باشه که یه وقت ما نخونیم و نگیم. و اما حتما شما هم یه فیلمی رو دیدید که در تلویزیون یزد خانمی به هم جلسه های خودش توصیه میکنه که برای افزایش محبت و اظهار عشق به همسر هنگام بازگشت از کار پاهایش را ماساژ دهید. حمله علیه تلویزیون و گوینده بالا گرفت، هر دو معذرت خواستند، هم تلویزیونی است هم اون گوینده. بیایید در اجتماع مصر در گذشته نزدیک این یک عادت و رسم معمولی بود، زن لگنی از آب آماده داشت تا پای شوهرش خسته و بازگشته از کار را بشورد. در ایران در قرن پیش در مراسم عروسی و در حجله هنگام دست به دست دادن عروس و داماد پای یکدیگر را در برابر زنان میهمان میشستند. خب این کار خوبی، اون پای اونو بشوره، اونم پای اونو بشوره. حالا اون خانم یزدی، من ویدیو رو دیدم، یه خانم جوونی هست، اولا یه جوش هم میگه خاله شوهر من که معتاد بیکاره، ولی معتادم اگه هست ماساژش بدین، خجالت میکشه میره سر کار. اونا تلویزیون یزد میگه خانم ها لگن بذارن و آب بریزن، شیر بریزن، گل بریزن توی اون آب ولر، ما شیرازی ها میگیم آب ملول، و پای اینو ماساژ بدن، نمک دریا بریزن اینها. خب بیاین ما نشون بدیم خیلی از اینا پیشرفت داریم. آقایون امروز که ویکنده پای خانماشون رو ماساژ بدن، یک لگن کوچولو آب گرم بذارن و ببینیم نتیجهش چی میشه. چیکار کنیم؟ از خودمون شروع کنیم، واقعا از خودمون شروع کنیم. ولی اگر خانمه پای آقا رو ماساژ بده، آقای پای خانم رو ماساژ بده، چه بهتر از این، به جایی که نوبت بگیرن $60 $70 بدن ماساژ. تازه وقتی هم میرن اونجا، اون بنده خدا که فقط فکر اینه که ماساژ بده 60 به اصطلاح 60 دقیقش یا 30 دقیقش تموم بشه، ولی اینها با مهر، با محبت، با عشق، با لطف همدیگر رو ماساژ بده و $120 $150 هم تو خونهشون میمونه. با این کنسرت ها داره یکی پس از دیگری میاد، گوگوش داره میاد، لیلا فروهر داره میاد، ستار هنگامه داره میاد و پولشونو برن اونجا خرج کنن. دستان ممنونم که این رسم مصر رو گفتی، ممنونم که رسم ایران رو هم گفتی. اینجا همون نوشته ای رو که آقای آریان پور فرستاده بود، این دوستمونم از خلیج فارس فرستاده به نام کارنامه 40 سال رژیم اسلامی. این غلط عزیز من، شما اگه بگی این کارنامه این 40 ساله، یعنی مردم ایران تا شب 22 بهمن 1357 خوب بودن، یه دفعه بد شدن. اگه اینو بگین که خب خیلی کار خراب میشه، یعنی گول خودمون میزنیم. من به این دوستان شاه اللهی میگم، میگم شما به من بگید مردم خوب بودن، دانا بودن، مهربان بودن، حالا نامهربان شدن. بعد میگه نه آقا مردم احمق بودن. میگم خب شما قبول داری مردم احمق بودن؟ میگه بله. میگم کی معلم این مردم بود؟ کی شاه این مردم بود؟ 57 سال پدر شما بی پدران محمد رضا پهلوی و پدر او بودن. چجوری یه دفعه 30 میلیون گوساله، 30 میلیون احمق داد تحویل جامعه میمونن؟
بعد به هم دیگه میگه دیدی گفتم این سربی مأمور جمهوری اسلامیه، به جایی که به هم دیگه بگن دیدی گفتیم که این سربی از حرف خودمون میگیره میزنه تو سر خودمون. اینم از این ماجرا. خب بریم ببینیم که بله استاد ترابی هم باید شروع کنه، خیلی ضروری به نظر میاد. حالا این کلمه استاد مخصوصا برای آقای ترابی با اون ریش و با اون قیافه و اینها میاد. جالبه تو بحثاش همین ویدیو یکی مثل که بهش گفته آقا تام مثل جنتی صحبت میکنی اینا. کسی هست پس از دیدن این فیلم دروغگویی، پلیدی و فریبکاری این کاران را در طول تاریخ این کره و در همه جا انکار کند؟ نه، این فیلمو من بهتون نشون میدم. اینی که میاد میگه حضرت صادق به شما گفته توی اینترنت چجوری عمل کنید، چه فرقی داره با شاهی که به اوریان فلاچی میگه که من با خدا در تماسم؟ بعد بهش میگم خب حالا وقتی باهاش تماس بودی، در تماس بودی، حالا انقلاب که شد خدا کجا، چرا نیومد؟ میمونه بدبختوش، نمیدونه چی بگه. میگه اوکی. ببینید این فیلم رو هم کامرای 3 بریم ببینیم این آقا میگه چجوری توی فیسبوک عمل کنید. دیدیم میبینیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امام باقر علیه السلام توصیه هایی دارن به عزیزانی که در شبکه های مجازی دارن فعالیت میکنن. آقا میفرماین که اوسی که به خمسه، به 5 تا چیز شما رو توصیه میکنن. انزلمت فلا تظلم، اگر مورد ستم واقع شدی تو هر... بذار همینجا یه چی براتون میگم. همین ویدیوی که آقای خوشنودی برای من فرستاده، استاد ترابی میگه که انسان 5 تا حس داره، بعد حس چشایی یادش میره، میگه حس گفتاری. آقا برو یه کاغذ تهیه کن، اقلش روش بنویس که 5 تا حس چیه، اون حس شیشم هم یه کمی اگر یاد بگیری بد نیست. در صورت اون از اون ور، اینم از این ور. این آقا هم در رابطه با اوساط کم نمیدونم چی حضرت فلان. بفرمایید. ستم نکن، اگر در پست کسی اون هم جایی که محل اظهار نظر عمومی هستش بر خلاف نظر صاحب پست کامنتی نوشتی ولی اون کامنتت رو حذف کرد، یا خدای نکرده متن رو که تو کپی کرده بودی بدون نام اون رو برای خودش منتشر کرد، شما این کار رو در مورد اون تکرار نکن. و این مدحته فلا تفرح، از فضای مجازی انتظار نداشته باش که همیشه برخورد یکسانی با تو داشته باشه. کاربران اینجا همون مردمی هستن که در کوچه خیابون از کنار ما میگذرن و با اونها تعامل داریم. اونها همیشه از ما تعریف نمی کنن، لذا از تعریف و تمجید امروزشون در کامنت ها و پست ها خیلی خوشحال نشد. و این زممت فلا تجزه، و اگر نگوهش کنن بیتابی نکن. خدا تنها کاری که میتونیم بکنین از دست اینا به اصطلاح فریاد بزنین برای خدا بیاد کمکتون کنه. ولی یه چیزی رو دقت کنین، آخونده امروز که میخواد حتی شما رو ببره 1200 سال پیش، 1100 سال پیش که امام شیشون وجود داشته، کامپیوترش جلویشه. حالا دوستان ما میگی آقا کامپیوتر، میگه آقا دیگه از ما گذشته، من که کامپیوتر ندارم. اینه که اونا تونستن 40 سال بمونن، آقای فرهمند نمیدونم کلایه، آقای نمیدونم آقای چیه این آقای ناصر پولی مغمغانی، آقای نمیدونم هوشنگ رادخو، اینا الاف دارن در جا میزنن، تلاش هم زیاد میکنن، ولی شما وایسا از صبح تا عصر در جا بزن، چطور میشه؟ ماکسیموم خاکا میری کنار، تو میری پایین، ممکنه یه روز به چین برسی ولی به جایی نمیرسی. ولی این آخونده داره میاد جلو. حالا این آخونده چرا میگه امام رضا و امام صادق و فلانینا؟ برای که اینا یه کتاب خوندن و فکر میکنن اون کتابه همه مشکلات رو حل میکنه، بعدم آویزون شدن به این حدیثا و گفتارها و فلان اینا. آخه یکی به این بگه پدر سوخته، امام صادق
فیسبوک، پست، کامنت، اصلا اینا میدونست چیه؟ اگه اشتباه نکنم همین امام صادق بوده که گفته شبا خورشید میره توی دریای لجن و هیچ کسی نپرسید چجوری از اون ور دریا میاد بیرون، برای که اون وقتا فکر میکردن که کره زمین صافه، فلته. باورتون میشه الان تو آمریکا خیلی ها هستن که فکر میکنن کره زمین فلته، یعنی صافه اینجوری، و یکی دست اینا رو بگیری ببره بگی خب از آخرش فکر کنی کجا میفتی پایین. بله. و اما باز هم دوست شما، آقا این دوست ما نیست، اذیت نکن. پیام قبلی عنوانش این بود، برای تو نه برای تو، برای تری هم چیزی. خب این درباره ترامپ بس دیگه، من خودم به اندازه کافی در رابطه با ترامپ میگم. و اما عمق مشکل بیکاری، این ویدیو رو با هم ببینیم دوستان. یک لحظه گوشی به اصطلاح تا این ایزار بوده. اوکی، اجازه بدین که اینجا کامرای 3 این ویدیو رو با هم ببینیم، بعدش من صحبت میکنم. دکتر داوود محمدی، آدم ها دکتر رو میگیرن کجا میرن؟ پرسون پرسون رسیدیم اینجا. دکتر داوود، داوود اونجاست؟ داوود بنا، بنا تیغه میکشه اونجاست؟ دو کس رنج بیهوده بردن و سعی بیفایده کردن، یکی آن که اندوخت رو نخورد و دیگر آن که آموخت رو نکرد. ما آموختیم ولی به کسی نتونستیم یاد بدیم. دکتر نگه نگه رو دیگر، اما داوود بگید خوبه. ارشدم هم توی دانشگاه خارزمی کرج گرفتم و اینجا بچیدم. خوابش بعدن ازم ناراضی نباشه. یا استاد تاریخ داره یه دیوار میسازه. 15 سال داره درس بخونه. تازه دارم متوجه میشم که فقط دکتر محمدی نیست که اینطوری. ببینید من الان دانشجوی دکترا دارم، دانشجوی شریف دارم. ما تازه اومدیم دیدیم خودمون بی سواده ایم اینجا. چطور؟ خب دیگه اینجا دکترای ریاضیات، ارشد ریاضیات محض بوده دانشگاه شریف، همینجا دانشجو دانشگاه شریف بوده. اینجا آره اینجا بوده. برای اینکه بدونم عمق ماجرا چقدره، یا آگهی استخدام به نیازمندی‌های روزنامه همشهری دادم به تعدادی آقا و خانوم با مدرک فوق لیسانس یا دکترا برای کار در یک رستوران مجلل نیازمندی. برای آگهی رو تماس گرفتم. کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، علوم اقتصادی، گرایش نظری، فوق لیسانس شیمی. برای این نوبت آگهی بله، ماجرا اینه که اینا یه آگهی میذارن و تعداد زیادی میان، همه مهندس، همه فوق لیسانس، همه دکتر، و حاضرن در رستوران کار کنن. آفرین آفرین. آقا دوست خود من دکتر گوش و حلق و بینی آمد آمریکا، رفت وایساد تو فروشگاه سبزی فروشی، سبزی پاک نمیکرد، آب میریخت میذاشت توی این شلفا، شبم میمد کلاس انگلیسی. بعدم رفت گفت آقا من اصلا دکترا میخوام چیکار، شروع کرد خونه ساختن و اینها، ریمادلینگ، به شوخی بچه ها بهش میگفتن ریدمالی، ریمادلینگ میرفت بیاد نمیدونم. این مملکت اگه به اینجا رسیده برای اینه که وقتی طرف فوق لیسانس میگیره نمیگه من فوق لیسانس دارم، باباشم نمیگه من پسرم فوق لیسانس بیکاره. بعد از بابای سوال کن شما مغازه داری؟ میگه بله. مغازت چیه؟ نونواییه. خب چرا بچت نمیاد تو نونوایی کار کنه؟ آقا بچه من فوق لیسانس، بیاد تو نونوایی کار کنه. حالا یاد گرفتن که برن. بله آخون خراب کرد، 40 سال خراب کرد. الان مسئله بیکاری توی ایران نباید به این شدت و حدت باشه، ولی از اون برم آقا شما نگاه کنید تو هر خانواده ای، از بس این دانشگاه آزاد اومده، تو هر خانواده ای کم سوادترینش فوق لیسانسه. خب اینا رو باید چه کار کنن؟ اگه همه اینا رو جمع کنن یه بیمارستان بسازن پر اتاق، به همه بگن دکتر، ولی هیچ که نباشه بره اونجا، راننده تاکسی نباشه مریضه رو بیاره اونجا، نونوا نباشه، این اشکالی نداره. خود من اینجا یک تابستون یک خانم آقای زن شوهر جوون تازه ازدواج کرده بودم استخدام کردم، وقتی که چیز شد دیدم اصلا اینا با اون راننده های قدیمی که معمولا سیاه‌پوستن بی سواد بودن اینا فرق میکنن. گفتم میگه همینجوری وای میسی بعد از ظهر از کار که میان وای میسی یا آبجو میخوری اینا. دوتاشون لیسانس گرفته بودن داشتن فوق لیسانس میگرفتن.
و اومده بودن اینجا که تابستون کار کنن پولشو ببرن بدن دانشگاه. چه عیبی داره؟ ما اینجا وقتی میخوام از افتخاراتمون صحبت کنیم، افتخارمون اینه که اومدیم اینجا، رفتیم راننده تاکسی شدیم، رفتیم هر کار سختی رو انجام دادیم تا بچه‌هامون موفق بشن. ولی تو ایران این افتخار نیست، این خجالت آوره. چرا؟ حالا امیدوارم آقای رضا پهلوی بیاد با ترامپ خوب بشه، تمام این ایران هم بشه مثل آمریکا، همینجوری که آقای ترامپ میدونید به دروغ میگه ما 40% بیکاری داریم. بهش گفتن آقا طبق کدوم آمار؟ حالا میگه که ما کمترین بیکاری رو داریم. طبق همون آماری که اون موقع میگفتن 7%، 4%، 6%، طبق اون حالا میگه. یک آدم دروغگو. بعد میگه کمترین بیکاری رو در بین سیاه‌پوستا داریم. طرف میگه آقا شما برای سیاه‌پوستا چه کار کردی؟ دسامبر یعنی دو ماه پیش یه چیزی امضا کردی راجع به مالیات که اینم تا سال 2019 یه پنی گیر کسی نمیاد. میای میگی که چیزها رفته بالا، دستمزدها. نمیگی که اسلگش یعنی وقتی میکشن پا میکشن زمین یواش یواش رفته بالا، یعنی به نسبت تورم دستمزد نرفته بالا. الان چند ساله کارگرای این مکدونالد و والمارت و اینها دارن خودشونو میکشن. هر دو هفته یه بار تظاهرات که آقا به ما ساعتی 15 دلار بدید. حالا شما بیان دوستان حساب کنید، 40 ساعت در هفته، 40 تا 15 تا میشه چقدر؟ 60. 50 هفته در سال، 50 تا بفهم 40 تا 15 تا میشه 600. 50 تا 600 تا میشه چقدر؟ میشه 30,000 تا. فکر کنید اگر یه نفر کار کنه، یه زن دو تا بچه داشته باشه، با سالی 30,000 تا این کجا رو میتونه اجاره کنه؟ چه ماشینی میتونه بخره؟ آقا مشکل بیکاری مشکل دنیا الان. ولی درسته آخونده خراب کردن، اگه خراب نکرده بودن وضع بیکاری به این شدت بد نبود. ولی وضع بیکاری همیشه همین بوده. حالا بعد هم میگن که آقا ما میرفتیم نمیدونم از نفتالین، از فیلیپین کلفت می آوردیم. آقا ببخشید، نصف میشه می آوردن برای سوء استفاده جنسی. این دوست ما میگفت که مادرش، باباش به مادرش گفته که بذار من یه دونه از این فیلیپینیا بیارم کمکت باشه. گفته بود اگه آوردی دوتا تونو میکنم بیرون از خونه. چرا؟ نمیخواست کلفت بیاره، برای که میدونست اگه کلفت بیاره آقای وسط شب قیبش میزنه، یا وقتی میره دستشویی به جای 5 دقیقه برو بیاد یه ساعت طول میکشه. آقا دیگه گول خودتون نزنید. مردم جنوب چرا میرفتن کشورهای عربی آشپزی میکردن تو اون گرما، کارهای ساختمونی میکردن؟ کار نبود. خب میگه که اتفاقا شاه یک جا در مکزیک جواب احمقانه ای داد که جوابش مشروعیت میداد به همین خمینی و انقلابش، چون گفت که تمام این انقلاب و سرنگونی و آمدن خمینی خب خاص خدا بوده. آفرین، اگر شما به خدا باور داری خاص خدا بوده، حالا برو به درگاه خدا دعا کن تا اینا از بین برن. و اما جمعه است، بذارید براتون این شعر رو بخونم که من باور دارم یکی از بدبختی های ما همین شعر و شاعری هست که ما رو از حالت معمولی از رو زمین میبره تو هوا. ببینید اینایی که مشروب میخورن، اینایی که دوا میکشن، چرا بهش میگن حی میشه؟ یعنی باور دارن که دیگه این رو زمین نیست، رفته بالا داره پرواز میکنه. چرا این آقای چیز هنوزم نمیدونم میگه یا نه، احمق مال تلویزیون ایران آریایی، چرا این میگه شما باید بیان از این بالا نگاه کنید، مثل که تو بالا خونه است، حشیشش خوب بوده. دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ، ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ، دانی که پس از عمر چه ماند باقی، مهر است و محبت است و باقی همه هیچ. حالا اینه کی گفته؟ مولانا. شما زندگی مولانا رو بخونید، اصلا یه معمایی هست، آقا زن داشته، زندگی داشته، بچه داشته، یه دفعه یه شمس تبریزی میاد تو بازار، این عاشقش میشه،
میره 40 سال با هم دیگه تو قار زندگی میکنن. خب اینا فیلسوفای ما بودن، اینا مکتب مولانا. حالا ما داریم سرش دعوا میکنیم که مولانا مال من یا مال ترکان. آقا اگه شما تاریخ قبول دارین که اون موقع همه اینا یک کشور بوده، ولمون کن اونجا بوده، خط کشیدن شده مقدونیه، چی میگن، نه قنودیه، یه چیزی اینجوری میگن. حالا شما برو سر خاکش اونجا یه شب یواشکی کشش برو بیا. از شتر سواری به ماشین روندن، این دوستمون چون خلیج فارس زندگی میکنه، ویدیوهایی که میفرسته بیشتر عربی هست و اینها. این ویدیو رو من ندیدم، من بهتون گفتم من خیلی از اینها رو نگاه نمیکنم، وای میسم که به اصطلاح با شما با هم ببینیم. حالا امیدوارم این ویدیوها به اصطلاح برای برنامه تلویزیون اینها خوب باشه. و اما کامرای 3 با هم میریم تو خیابون، کجاست این عربستان، کجاست، ببینیم اینا چه کار میکنن. بله نمایش میده تو خیابون. بله بعدم ببین نمایش، اوه 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 اوه، میزنه به مردمو، میگه از شتر سواری به ماشین سواری. بله همینجا متاسفانه همینه، همینجا هنوز که هنوزه تو خیابونا بعض وقتا این ماشینا با هم مسابقه میدن، پلیس هم تا حالا نتونسته جلوشو بگیره، بعض وقتا همین کارا رو انجام میدن. بنویسید این موتور سوارای بدون اجازه، موتورایی که مخصوص خیابون نیست و میان تو واشنگتن، و باورتون میشه قانون پلیس اینه که نمیتونه بره دنبالشون؟ اگر سعید یا مجید بتونن لینک اینو بفرستن، یکی دو دقیقه هم این موتور سوارای بهشون هم چی میگن، آف رود بک آن واشنگتن، پالیسیش هم هست نو چیس پالیسی، یعنی شما نمیتونی اینا رو تعقیب کنی، نبا تعقیبشون کنی. اوکی سینس وی تاک اباوت رضا پهلوی ناو دیز، اولا دوستان میدونید که پسر فیدل کاسترو خودکشی کرد، و وقتی گفت پسر فیدل کاسترو، من فکر کنم یه جوان 30-40 ساله یه یاد این بیچاره علیرضا پهلوی افتادم، بعد دیدم نه بابا خود این پسرم پسر بزرگش بوده و حدود مثل 60 خورده سنش بوده. بعد یه دوستمون گفت که آقای ترشیزی نوشته بود، ای کاش که بله آقای رحیمی، نه رحیم جعفری نشته، آقای سوربی بی زحمت واسه من یادتون نره، شرمنده تونم. اولا امیدوارم که شرمنده نباشی، یادم نرفت، نشون دادم، تبلیغ کردم. بعد که برنامه رو نگاه میکنی اگر یه لینکی مال صفحه خودت باشه رو صفحه خودت بذار، که ما اون لینک رو که میذاریم به اصطلاح چی بشه، یا بذار من دوستان این لینک رو برای این کار خیره دیگه بذاریم زیر فیسبوک خودمون. دوستان اگر میتونید به این شخص کمک کنید. گفتم باز جا داره که از آقای ارشاد تشکر کنم که چند سال پیش وقتی که ما آقای ارشاد هم خیلی نمیشناختیم و باهاش آشنا نبودیم، گفتیم آقا این آقا تو ایرانه و ما اینجا هستیم، گفت که والا تو ایران یکی از مشکلات اینه که هر کی میرسه از راه میاد تقاضای کمک میکنه، چون مردم هم دلرحیم هستن و کمک میکنن، اینا مفتخور میشن، ولی اگر اینی که میگه درست باشه من تماس میگیرم با کلینیک، من پول به کلینیک میدم و این کارو کرد و اونم رفت جراحی کرد، ولی من نمیدونم که این مشکل شما چیه که اون موقع یه جراحی کردی درست نشده، حالا هم باید جراحی کنی. عکساش هم توی این کمپین و اینا دیدم، واقعا آدم دلش کباب میشه برای این جوان، و منم به نوبه خودم تا اونجایی که بتونم حمایت میکنم. دوستان این روزا از طریق فیسبوک هم شما میتونید پول بفرستید، همون جایی که پیام و مسیج و عکس و اینها داره، شما یه علامتی هم هست، علامت دالر ساین، یعنی علامت پول، رو اون که بزنی میگه میخوای پول بفرستی یا میخوای پول بگیری، و اینا این کار انجام میدن. شنیدم منو، گوگل، همه اینا این کار انجام میدن. من نظرم اینه که کسی که میخواد یه کاری انجام بده به اصطلاح راهش رو پیدا میکنه. و اما این ویدیو حالا رسید مجید، ویدیوی علی نادان، ولی من فکر کردم حالا ویدیوی موتور سوارای واشنگتن بذارید براتون نشون بدم. اینجا من می‌نویسم آف رود بایکرز این دی سی، ببینم چیزی پیدا میشه.
هر دو سه روزی یه بار ما داریم اینجا که میگی یه دفعه 150 تا موتورسیکلت اومدن و تو خیابونای دی سی میرن این ور اون ور، مردم رو اذیت میکنن، به اصطلاح مردم میترسن ولی پلیس نمیتونه. سایکلینگ استودیو نه، این تبلیغه برای اونایی که بخوان برن به اصطلاح یاد بگیرن و اینها. و اما 516 پیامش پخش کردیم، ممنون و متشکرم. 703 پیام آقای فرخ بود پخش کردیم، بسیار ممنون. جنگ نفتی ترامپ علیه تهران، کاهش معنادار خرید نفت ایران از سوی کشورهای آسیایی. اینو براتون بخونم و ببینیم که حالا ترامپ این کارو میکنه که بعد خودش تو خیابون و تو دریا نفت ایرانو 8 برابر و 9 برابر بفروشه و فامیل خودش پول گیرشون بیاد، مثل موقعی که تحریما رو چیز کرد گندش بالا اومد که این با چند تا از این شرکتایی که با ایران معامله میکنن ترامپ توی اونها دست داره، سهیمه و سود داره. حالا اینو داشته باشین شما. 4 به 3 میایم اینجا براتون یک پاراگراف یا یک قطعهشو میخونیم. میگه که یک سایت ایرانی ملی گزارشی از کاهش، حالا ببینید، خب یک سایت ایرانی ملی، اگه سایت، دوست عزیز اسمش رو بنویس، کاهش معنادار خرید نفت ایران از سوی کشورهای آسیایی میگوید و آن را در چارچوب جنگ نفتی ترامپ علیه ایران ارزیابی میکند. حالا اینجا نوشته سایت فرارو با استناد به وبگاه اویل پرایس، آن قیمت نفت، نوشت آمارهایی که در هفته جاری منتشر شد نشان داد صادرات نفت دو کشور عضو اوپک به کشورهای کلیدی آسیایی دچار کاهش شده است. بلومبرگ گزارش داد که صادرات نفت خام قطر به آسیا شدیداً کاهش یافته و رویترز نیز ارقام مشابهی درباره صادرات ایران منتشر کرد. صادرات نفت ایران نسبت به سال گذشته 16% کاهش یافته و اکنون در سطح 158 میلیون بشکه در روز، در سطح 1.1. اینایی که فارسی می‌نویسن دوستان، اعشاری رو باید اون علامت ممیز استفاده کنید. وقتی فارسی می‌نویسید اون وقت نقطه نباید بزنید. در سطح 1.58 یعنی تقریبا کمتر از 2 میلیون بشکه در روز قرار دارد. این در حالی است که در سال گذشته صادرات ایران با 2.5% افزایش به، نمیدونم اینا نقطه گذاشتن. در هر صورت اون چیزی که مهمه یا مهم نیست اینی که آخوندها دارن نفت کم میفروشن. خدا کنه یه روزی اصلا نفت نفروشن، بشه اون ماجرایی که مصدق گفت در این چاه نفت رو ببندید و در مغزتون رو باز کنید و ببینید مملکتتون رو چجوری بدون نفت میتونید بچرخونید. و اما پرواز شبانه هلیکوپتر در بیت رهبری، شایعه خارج شدن خامنه ای از تهران. دوستان تا حالا چند بار شنیدیم هواپیماها با پول و شتر و اسب وایسادن خامنه ای خانوادش ببرن؟ دیگه خجالت آور شده. اصلا گیرم که هواپیما وایساد فرار کنه بره، فرداش چی میشه؟ آقا رضا میره ایران، آقای رجوی مرحوم میره ایران، آقای ناصر پولی ممقانی میره ایران، دو سه تا دیگه گفتم بهتون رفتن توی اربیل، توی اربیل بعد میگه نگاه کنید تابلوهای فارسی، اینا میرن ایران، مردم اینا رو قبول دارن. حالا هیا هلیکوپتر رفته اونجا، شب لحاظ یکی مریض بوده یا چلو کباب گرم میخواستن، ترافیک بوده. کیهان لندن، گزارش های تایید نشده از تهران حاکیست پنجشنبه 12 بهمن، یک فروند هلیکوپتر در خانه علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی فرود آمد و دقایقی بعد محل را ترک کرده است. خب بسیار عالی، خامنه ای رفت دوستان، ایران آزاد شد، یکی یکی بلند شید برید. و اما یه دوست یه ویدیوی برای من فرستاده، نوشته خب با این چه باید کرد. حالا من این ویدیو رو که دیدم یاد یه داستانی از ماجرای خونه و خانواده خودمون و این یه دوتا سگ داشتیم افتادم بهتون بگم. بذارید من اینو اینجوری، نه اینجوری، نه اینجوری نشون بدم. سلکت ایریا، خدایا یک کاری کن، همه اینا که دوربین دارن تلفن دارن امشب که میخوابن فردا صبح که بلند میشن
تلفوناشون رو اگر عمودی بگیرن فیلم ضبط نکنه، عکس نگیره، فقط افقی بگیرن. اینجا یه بوزی رو نشون میده و یه گربه‌ای و یه خانم یا آقایی که دستش پیدا است و یه شیشه‌ای که تو شیر هست و سر شیشه‌ام پسونک زدن. ببینید چی میشه. اون بوزه میخواد شیر بخوره، این گربه ازش میگیره، دوباره اون میاد. یه خانومی هست دامن پاشه و کفشم قرمز و اینها. بله، حالا این دوستمون نوشته چه باید کرد؟ گفتم آقا این خیلی ساده است. اگر این میخواد به دوتاشون خوراک بده، خب یه بار جدا کنه به این خوراک بده اول، یه بار به اون بده. ما اینجا دوتا سگ داشتیم، یه سگمون کوچولو و جوان بود، یکیش پیر بود. بنده خدا ماه پیشم طرف میگه عمرشو داد به شما، گو اگه عمر داشت خودش عمر میکرد، پیر شد و دیگه به اصطلاح اینجا میگن خوابوندنش. خب این هر وقت خوراک میریختن برای اون پیرمرده، آقای میلر هم اسمش بود، آقای میلر، این با صبر و تعنی و بعض وقتا میلش نبود نمیخوام. این جنوبر کوچولوه وینزلو این قدم هست، مثل سوسیس هم اینجوری دراز، این خوراک خودش میخور، برای این خوراک رو گذاشته بودن بالاتر، میره خوراک اونم میخور. خب بعدم فهمیدیم که بابا جون این داره چاق میشه، بابا ببریش دکتر، پول بدیم لاغرش کنی، اون بیچاره داره از گشنگی میمیره. چه کار کردی؟ هر وقت وقت غذا بود اینو میذاشتیم توی گاراژ، اون یکی میذاشتیم توی مثلا روی دک، خوراکشونو میذاشتیم. اینا راه حل داره. این حالا طرف اینو پر کرده، دوست داره که این یه مشغولیاتی باشه و اینها. و اما دوستان حاضر بشید، جبهه ملی از در در آمد، گفت صلی علی محمد، جبهه ملی در آمد. جبهه ملی ایران خواهان برگزاری یک گردهمایی عمومی در تهران شد. جناب آقای دکتر حسن روحانی، ریاست محترم جمهوری، با سلام و ادای احترام، پس از حوادث اعتراضی اخیر، جناب عالی و وزیر محترم کشور و سایر مقامات جمهوری اسلامی کراراً اعلام نمودید که دولت با تجمعات قانونمند مردم مخالف نیست و مردم حق آزادی بیان دارند و می توانند پیشنهادات و نظرات خود را در امور کشور مطرح نمایند. بر اساس این گفته و بر طبق اصل 27 قانون اساسی، جبهه ملی ایران تصمیم دارد که منظور اعلام نظرات خود در این برهه حساس، الان برهه حساس ها، این 39 سال گذشته از نظر جبهه ملی حساس نبوده، در این برهه حساس از تاریخ کشور، از مردم تهران، ایران هم نه فقط مردم تهران، دعوت نماید که برای استماع نظرات و پیشنهادات جبهه ملی در یک تجمع عمومی شرکت نمایند. از آنجا که جناب عالی به عنوان ریاست جمهوری سوگند یاد کرده که عهده‌دار اجرای قانون اساسی و صیانت از حقوق ملت باشید، از شما می‌خواهیم که به وزارت کشور دستور فرمایید موافقت با برگزاری این گردهمایی و تقبل حفظ امنیت آن را اعلام نماید. زمان این گردهمایی در عصر روز 14 اسفند 96 و مکان آن در هر یک از میادین تهران پیشنهاد می‌گردد. 10 بهمن ماه 1396 تهران، هیئت رهبری و هیئت اجرایی جبهه ملی ایران. دوستان من نمی‌دونم شما کجا هستی، منی که تو آمریکا هستم، اگه بخوام 2000 تا ایرانی رو جمع کنم برای تجمع، برای تظاهرات، باید برم پارک پلیس، بله همون پارک پلیسی که زد این پسر ایرانی رو، آقای بیژن قیصر رو کشت، باید برم پارک پلیس بگم من یه برنامه میخوام بذارم شنبه از ساعت 10 صبح تا 2 بعد از ظهر و فکر میکنم 2000 نفر بیان. اونم به هم میگه برای 2000 نفر باید مثلا 10 تا توالت بیاری بذاری اینجا، برای 2000 نفر 20 تا پلیس باید کرایه کنی، اینجا پول میدی کرایه میکنی. نه اینکه آقای رئیس جمهور ما در تمام میادین میخوایم اعتراض کنیم، شما هم حفظ امنیت و اینها رو، بله اون حفظ امنیت از اون ور برای شورش به قول خودشون چی میکنه، شما هستی که باید مأمور بذاری بازوبند رو بازوشون باشه، شماره داشته باشن، حقوقشون داده باشی، بهشون گفته باشی دست بگیرن دور مردم. آقای جبهه ملی برید، شما خراب کردید، شما مصدق بیچاره هم دغمرگ کردید، اینجا کم مونده بود سربیرم دغمرگ کنید،
برید آقا دنبال کارتون. تازه حالا بعد از این چیزا در این شرایط حساس اجازه میخوان بگیرن از رئیس جمهور. شمایی که تو ایران هستی به من بگو چجوری قانون ایران، اگه یکی میخواد تظاهرات به اصطلاح برپا کنه باید بره شهرداری، انجمن نمیدونم شهر، کجا باید بره اجازه بگیره؟ و الا نامه می‌نویسی به رئیس جمهور. بعد جبهه ملی که انقدر احمقه که به حرفای روحانی، آدم دروغگویی که 20 و چند سال 30 سال این همه دروغ گفته تا اون موقع پشت پرده بوده، حالا اومده جلو پرده بازم دروغ میگه. خب ببخشید اینم میشه همون نامه های سرگشاده که افراد تهگشاد می‌نویسن به این بر اون بر. چند تاش ده حالا کار کرده جناب آقای بازی حاکم شرع فلان دادگاه، این پسر را که میخواهید اعدام کنید اعدام نکنید، دوستان امضا کنید امضا کنید امضا کنید. نامه سرگشاده پسر خواهر خمینی، میگم این بدبخت اگه خودش آدم بود میگفتن آقای دکتر فلانی، دیگه نمیگفتن هی پسر خواهر فلانی. بارها گفتم وقتی میگن فلان خواننده پسر ایرج، این بدبخت مال نمیشه. وقتی میگن همایون پسر شجریان، این مال نمیشه. وقتی میگن کامبیس پسر گوگوش، این مال نمیشه. ولی ببینید یه دفعه منصور اومد، اصلا فامیلش هم کسی نمیدونه، شد منصور. اون یکی دیگه کیه؟ صد تا خواننده داریم، اون کامران و فلان نمیدونم صد تا داریم، اونا اینجوری میشن. ولی خب حواس پنجگانه از زبان استاد ترابی هم به مسنجر ارسال شد. نه آقا ولش کن دیگه، برای این بیش از این چیز نکنیم. من یه سری مجانی این ورور براش تبلیغ کردم، یادته اوائل می آوردم به صحبت میکرد، بعد دیدم نه آقا اصلا این شوته، این دیوانه است. و اما رحیم جعفری گفته که باید انجام بدم اشتباه. ممنونم آقای سوربی. اون زمان مشکل یه چیز دیگه بود، من 3 سال بیماری تومور مغزی گرفتم، سودوتومور سری نه نوتا عمل باز مغز کردم، دستگاه تو سرم شانت مغزی، الان عمل برای اشتباه پزشکی که ترکی عمل کردم باید انجام بدم، اشتباه دارو داده بودن و باید 2 تا عمل کنم. امیدوارم همش به اصطلاح با خوبی و خوشی انجام بشه. و همین که گفتم من لینک شما رو هم گذاشتم، ولی این نوع پول جمع کردن خیلی مؤثر نمیتونه باشه، چون به نظر میاد شما هم مثل من بلد نیستی از مردم چجوری پول بگیری. و الا هستن یه کسایی که تا میان می‌نویسن ما 60,000 دلار می‌خوام 600,000 دلار پول جمع می‌کنن. این آقای ماز جبرانی 250,000 دلار می‌خواست برای فیلمش، چی بود فیلمش؟ جیمی وست بود، 500,000 دلار پول جمع کرد. مردم بیننده من زنگ می‌زدن می‌گفتن آقا به ماز، چون شما باهاش سلام علیک داری، بگو که ما حاضریم سرمایه گذاری کنیم. وقتی باهاش گفتم گفت نه سوال بجار، خود مردم اومدن پول کمک کردن، ما 2 برابر اون چیزی هم که می‌خواستیم به دست آوردیم. یکیش کیک استارت، یکی دیگرش هست فاوند می، نمیدونم درصد این هست. ببینیم خانم لیلا میلانی چی میگه. میگه جبهه ملی دیگه چه فرقه ای هستن؟ مگه میشه در داخل ایران با آخوندها کسی رقابت کند؟ همین جبهه ملی از بغل خود آخوندها هستن. نه عزیز من، جبهه ملی اتفاقا خیلی اسمش چیز خوبیه. وقتی شما نه کمونیست نه مجاهدی نه چیزی هستی، ولی وطنت رو دوست داری، برای مملکتت ارزش قائلی، برای شهر و دیارت ارزش قائلی، یه جایی بشن میگن چی؟ نشنال فرانتیر، جبهه ملی چی میشه؟ شما خیلی انگلیسی بهتره من فکر کنم. بله، یه جایی درست میکنن که میگن همگان میتونن داخل این باشن و لازم نیست شما هیچ چیز سیاسی داشته باشی، چیز اجتماعی داشته باشی. میره اونجا هدفشون، اصلا اسمش هم معلومه دیگه، جبهه ملی. ولی اینا خراب کردن جبهه ملی، حتی از بختیار حمایت نکرد، حتی از خودشون به موقعی که باید حمایت میکردن حمایت نکردن. اسم بختیار اومد، یه نفر نوشت آقا ببینی آقای بختیار چه پیشگویی کرده. گفتم خیلی جالبه ها، شاه پیشگویی میکرد ولی خبر نداشت اتاق بغلیش زنش با کی میخوابه.
بختیار پیشگویی میکرد ولی خبر نداشت میان وقتی پلیس شهر پسرشه، پسر بختیار پلیس شهر فرانسه بوده، میان با چاقو تیکی تیکش میکنه. کی؟ فامیلای خودش از همون قوم بختیاری. آقا خجالت بکشید، برید دنبال کارتون، برید دنبال زندگیتون. اگه کسی هست واقعا میخواد کاری انجام بده بیاد جلو، از پول و از مال و از زندگیشو، از اینکه من یه خونه خریدم حالا دارم درست میکنم فردا میخوام 300 هزار دلار روش بکشم بالا، اینا بگذره. مثل همین جوری آقا من دشمن این، دشمن نیستم، مخالف این سازگارا هستم، مخالف قطب‌زاده و بنی صدر و اینایی که با خمینی رفتن ایران هستم. ولی یه چیزی رو بابا باید قبول کنیم، طرف گذشته از راحتی و آسایشش بلند شده رفته ایرانی که میدونسته هر لحظه ممکنه حتی یک ارتشی سر خود بزنه اینو بندازه پایین، یک نمیدونم نیرو هوایی سر خود با هواپیما بلند شه موشک بزنه به هواپیمای ایر فرانس. اینا اونا ریسک کردن رفتن اونجا، نه اینکه چهار روز آقا رضا بره تو کازینو روز پنجم تازه بیاد تو رادیوی عربی، تلویزیون عربی، لیلا خانم برو اینو پیدا کن خیلی دیدنیه، تو تلویزیون عربی مرتیکه احمد برای ایرانیا پیام میده انگار که ما هر روز نشستیم تلویزیونای عربی نگاه میکنیم. حالا کی؟ این نوریزاده این خر کرده برده اونجا. نوریزاده رو ببینید چجوری الان عوض شده، قربون صدقه فرح میره، قربون صدقه رضا پهلوی میره. رضا پهلوی اصلا این، گفتم که یه دفعه آقای احمدعلی مسعود انصاری گفت داشتم به این رضا پهلوی میگفتم این چاپلوسا و اینا رو از دور خودت بیرون کن، نگذار اینا هی بیان بهت بگن اعلی حضرت اعلی حضرت بعد گولت میزنن. گفت ما داشتیم اینو میگفتیم قسم میخوره، میگه یه نفر اومد گفت نمیدونم فوش از دهن تو نمیدونم در رو گوهر است، گوه از نمیدونم چیچی تو نمیدونم چیچی است. گفت من اصلا مونده بودم، حالا منتظر که ببینم این رضا پهلوی به این چی میگه. میگه این احمق شروع کرد خندیدن، تازه اون آقا هم تشویق کرد. کارمون بابا خیلی خرابه. و اما مناقشه عربستان و امارات در یمن، تا امروز ما فکر میکردیم عربستان و ایران دارن در یمن جنگ پراکسی میکنن. جنگ پراکسی یعنی نیابتی، یعنی اینا نیرو از اونجا میزنن اونجا میرن اونجا جنگ میکنن، که خیلی ها به خاطر این میگن ایران باز زرنگ اقلن میره تو سوریه میجنگه نمیذاره اونا بیان اینجا، میره تو یمن میجنگه نمیذاره بیان اینجا، ولی نمیدونم آخرش چه خواهد شد. و اما چگونه ملت‌ها را شستشوی مغزی می‌دهیم؟ این آقای یوری بزمنوف، یا درست میگم، یه آدمیه که توی دستگاه‌های دولتی روسیه بوده و میگه که به من که مسئول به اصطلاح سیاست مدارا و مهمون‌های خارجی بودن یاد داده بودم که اینا از وقت میان اینا رو خوشحال نگه دارم، مشروب بهشون بدم، ودکای روسی بدم که اینا همه سرمست باشن. و بعد تعریف میکنه که چجوری ما مردم رو شستشوی مغزی میدیم و تو مدرسه مثلا همش میگیم آمریکا بده. یادتون باشه توی مدرسه آمریکا همش میگفتن شوروی بده. و این حالا دوتا نیرو شادم اگر نبود، دیدید چند سال شوروی از بین رفت، یعنی روسیه شد و این آمریکا شد تک قدرت و این تک محوری و تک قدرتی داشت بالانس دنیا رو میریخت به هم. الان دوباره روسیه اومده و این روسیه و چین و کشورهای دیگه مثل که هر کدوم از یه طرف میکشن، اقلا این صاف الان وایساده، حالا یه دفعه کدومش بکشه و این فرش دنیا پاره بشه و همه بریزیم پایین، خدا داند، ما نمیدونه. بله، جبهه ملی رو راجبش بخونید و اگه دوست داشتید زنگ بزنید پیام بذارید. جبهه ملی یه مشتی پیروپاتال هستن، اون توی آمریکاش آقای بیژن مهر هست. آقای بیژن مهرم من دوستم هم هست، سلام علیک با هم داریم، ولی فکر میکنم یه آدمیه که دنبال مقام و دنبال اینه که بگی من امروز یه روزنامه چاپ کردم، من امروز یک ویدیو ساختم و اینها، هدفی به اون صورت نداره. جبهه ملی آقای علی زرابی هست، دوستان دیگه هستن، ولی من با یکیشونم مصاحبه کردم، والا الان اسمشم یادم نیست، خیلی هم زندان بود، دکتر فلانی. ولی اینا میگن آقا دیگه شماها وقتی زندان که رفتین میشه اعتبارتون،
این اصلا فایده ای نداره. اتفاقا به یه دوستی که مجاهد بوده جدا شده بود گفتم آقا شما برای این نماینده اروپا نوشتین ما زندان بودیم، هم زندان شاه هم فلان. خب این طرف پیش خودش میگه آقا اینا دیگه کیان؟ یه بار افتادی زندان شاه گفتیم جوون بودی نفهمیدی، دوباره افتادی زندان خمینی، خب نشون میده شما بلد نیستید، شما بلد نیستید. اصلا بیاین همون امضا بدید به اینا بگید آقا ما اشتباه کردیم، ما بلد نیستیم، ما نه بلدیم مخالف باشیم نه بلدیم، نمیخوام بگیم تروریست، نیروی آزادی بخش باشیم. والا این که هی اسیر شدم که نباید افتخار باشه. سالها پیش یه آقای اینجا بود، خسرو یا میکائیلیان یا میکائیلیان، بنده خدا فوت کرد مرد، چیز قلبی داشت بس چاق. این یه روزی نشسته بودیم، روزایی که کار نبود میرفتیم توی یکی از همین کانکسایی که شما میگی مثل تریلی چای درست میکردیم و میخوردیم و اینها. این داشت برای من تعریف میکرد که سوربین نگاهی من نکن الان اومدم مثلا یک کامیون 8000 دلاری رانندگی میکنم، من وقتی اومدم آمریکا 500000 دلار فقط گذاشتم توی رستوران ولی زمین خورد و از بین رفت. بهش گفتم خسرو جان اینو به من گفتی ولی جای دیگه اینو نگو. تو میتونی به مردم بگی ببین من همه زندگیمو تو ایران ول کردم، اومدم اینجا رفتم یک کامیون خریدم 8000 دلار، دارم کار میکنم، امیدم اینه فردا یک کامیون نو بخرم 80000 دلار، زندگی خوبی داشته باشم. طرف نگاه میکنه اعتبار بهت میده، و الا تو هم یه احمقی هستی مثل رضا پهلوی. 62 میلیون پول سال 79 1979، 40 سال پیش داشته باشی، امروز بگی من مادرم خرجمو میده، بهش میگن زنت هم کار میکنه، میگه نه دیگه فامیلامو. ببینید وقتی دروغ میگن اون وقت امضا میدن به سوربی که فوششون بده. شرکت نفت باز کرده با سر سقوط، بانک باز کرده، پول تمام اطرافیانش از جمله مرحوم آقای حیدرعلی شهبازی، بابا محافظش بوده، معلم کاراتش بوده، پول اینم خورده کشیده بالا. خب این آدم شما دوز داشته باشی با دستبند میدی دست این جبهه ملی؟ من اون موقع میگم مثلا این آقای دکتر اقتداری بود، دکتر انواری بود، دکتر بهار بود، ولی وقتی رفتن دیدم آقا اینجا میان دور هم جمع بشن، روتاری کلاب میگن لاینز، میان چای بخورن، راستی تازگی چه خبر، آقا سوربی هم مرد، عجب آدم خوبی بود، تا هفته پیش فوشش میداد، همچی که مرد هم فقط سرشماری بود، هیچی نبود. من از جبهه ملی چیزی ندیدم. و اما ران 38 ساله مردم سادلو ایران حوار میزنن مرگ بر آمریکا، در صورت که شیطان دشمن اصلی مردم ایران روسیه هست. نه اتفاقا یه برنامه بود آقای نادر نادرپور میگه مردم ایران در عوضی شنیدن و عوضی گفتن استادن، اینقدر میگیم مرگ بر آمریکا ولی حقیقتا انگلیس هست. و شما هیچ صحبتی تا حالا راجع به انگلیس شنیدی؟ یه بار چند تاشونو تو دریا گرفتم، بعد دیدی کت شلوار و قند و شکر و مصرف کوپن یک سال و قالیچه بهشون دادن، گفتم برو. بله آها دو بار یه چیزی رو نوشتید. درستان ممنون و متشکرم. آقای سفر دادور هم اینجاست، اجازه بدید من از ایشون هم به خاطر هفته پیش عذرخواهی کردم، بازم عذرخواهی میکنم. امروز براشون نوشتم که اگر بخوای من حالم بهتر شده این هفته و میتونم با این دوست مشترکمون خانم سمی کلی فردا مصاحبه کنم، ایشون گفت نه فردا برنامه داره، سعی میکنم در هفته های آینده یا روزهای آینده. به مجردی که ایشون به من خبر بده منم به شما خبر میدم. شما هم میتونید از تلویزیون مردم استفاده کنید، برنامه های تلویزیون مردم اینه، من کسی رو نجات نمیتونم بدم. اگر شما میتونید کسی رو نجات بدید، اول خودتون رو نجات بدید، همونجوری که تو هواپیما میگن اول اکسیژن رو بذارید روی بینی و دهن خودتون، بعدن حتی بچه‌تون، همسرتون، مادرتون، پدرتون، و الا باقیش پوز هست و به اصطلاح لاف در قربت زدن. اینم از این. و اما سی هاو خمینی پلید اوریبادی، آها این فیلم رو بهتون نشون میدم دوستان ببینید. اینایی که هم میگن خمینی با آمریکا بوده، خمینی با چی بوده، آقا خانم بوده، شما چرا نیستی، شما چرا بلد نیستی کمک بگیری. اون فیلم یزدی مال خانم یزدی هم دارم که میگه پای
همسرتون رو بشورید و اینا، اینقدر دوستان لطف میکنن این فیلم ها رو میفرستن که کم کم دارم به اون نتیجه میرسم که فیلم ها رو بفرستم برای مجید، مجید این برنامه ها رو ردیف کنه، یا اصلا خود مجید که همش سرش تو فیسبوک خودش هفته یه ساعت دو روزی نیم ساعت این فیلم ها رو ردیف کنه. دوستان بیاین ببینید خمینی، اینا که میگن این بیبانی احمق میگه، اصلا تا دو روز قبل از انقلاب کسی خمینی رو نمیشناخت. گفتم برای که تو بابات فرستاده بود سوئد از دستت راحت بشه تو نمیشناختی، و الا تو ایران اونایی که باید بشناسن میشناسن. دوستان خمینی با کندی در رابطه بوده، باورتون میشه؟ گوش کنید، من دیگه ازتون خداحافظی میکنم، روز روزگار بر شما خوش. آیت الله روح الله خمینی میگفت آمریکا شیطان بزرگ است، خبیث است، تمام گرفتاری های ایران از آمریکاست. هوادارانش سازش ناپذیر توصیفش میکنند، رهبری قاطع و پرصلابت که شاه را سرنگون کرد و گفت آمریکا هم هیچ غلطی نمیتواند بکند. من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم. اما بنابر این اسناد تازه دولت آمریکا، سیر مبارزات بنیانگذار جمهوری اسلامی ناگفته‌های غریبی دارد. تماس‌های پشت پرده، وعده‌های توخالی، دوستی‌های مصلحتی با دو رئیس جمهوری دموکرات آمریکا، اسراری که حالا بعد از گذشت نیم قرن از آرشیو ملی ایالات متحده بیرون آمده. بی بی سی فارسی برای اولین بار به یک سند سازمان CIA دست پیدا کرده که نشون میده آیت الله خمینی در نیمه آبان سال 1342، یعنی زمانی که در حبس خانگی بوده در شمال تهران، بی سر و صدا به دولت جان اف کندی پیامی میفرسته، پیامی در حمایت از منافع آمریکا در ایران. خلاصه پیام، خمینی توضیح داد که با منافع آمریکا در ایران مخالفتی ندارد و حضور آمریکا را در کشور برای مقابله با نفوذ شوروی و بریتانیا ضروری می‌داند. این نامه به گمان من از یک طرف مؤید این نظریه است که آیت الله خمینی حتی در اون زمان هدفی بیش از صرفاً مقابله با اصلاحات ارضی به حق رأی زنان داشت. نکته دیگه هم نشون میده که آیت الله خمینی هیچ ابایی نداشت که درست در زمانی که تندترین حملاتش رو علیه آمریکا میکرد با آمریکا پنهانی قرار مدار بگذاره، نامه بنویسه و وعده و وعید بده و بگه که منافع شما در ایران به خطر نمیفته. رابطه آیت الله خمینی بنابر سند CIA این مد بوده: خلیل کمره‌ای، یکی از روحانیان تهران، که پیام را 4 روز بعد از اعدام 2 نفر از هواداران آیت الله خمینی به سفارت آمریکا میرساند، در آستانه سفر لئونید برژنف رهبر شوروی به تهران. معلوم نیست که رئیس جمهوری آمریکا پیام منتسب به آیت الله خمینی را خوانده باشد. کندی حدود 2 هفته بعد در دالاس تگزاس ترور می شود. آیت الله خمینی هم 1 سال بعد از کشور تبعید می شود، این بار به خاطر انتقاد شدید از اعطای مسئولیت قضایی به مستشاران نظامی آمریکا در ارتش ایران. 15 سال بعد اما ورق بر می گردد، اعتراضات ضد سلطنتی ایران را فرا می گیرد، رهبر انقلاب حالا در نوفل دو شاتو خونه پاریس. خب بس دوستان، این فیلم ها رو بعدا براتون همه رو توی قسمت نشون میدیم هفته آینده، و اینکه بیایم در این اتاق خالی، ممنون از آقای ارشیا کیا که این عکس رو دیروز به اصطلاح گذاشته بود، ما امروز استفاده کردیم، ولی ببینید اون چیزایی رو که من و شما نمیدونیم دلیلش این نیست که وجود نداره، من و شما نمیدونیم، بریم دنبالش پیدا کنیم. روز و روزگارتون خوش. برنامه آقای حسن ارشاد شماره 164 رو ببینیم. این دوستمونم نوشته آقای سوربی ناصر پورلی ممقانی یک عکس فتوشاپ کرده ترامپ و خودشو رضا پهلوی، لطفا او را پخش کنید اگه امکان داره. برای چی پخش کنم آقا؟ برای چی پخش کنم؟ اگه کسی $10 بده من پخش میکنم. حالا عکس گذاشتن کنار هم، حالا تازه اصلا فتوشاپ نکرده باشه، رفته باشه با 2 تا عقب افتاده، یه شارلاتان ترامپ، یه عقب افتاده رضا پهلوی عکس گرفته باشه، سو وات. روز روزگارتون خوش، به امید دیدار دوشنبه، پنجم دوشنبه میشه چندم؟ هشتم. امروز چندم بود؟ امروز دوم، ببخشید، فوریه، گیج شدم من، نمیدونم، در هر صورت خدا نگهدار، دوم بود دیگه، ولی اینجا نوشته فوریه، ترزده نوشته، چرا اشتباهی تقویم ما، خیلی جالبه. اوکی، خدا نگهدار.